خب بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. اینجا هوا به شدت گرم شد و یه دفعه از زمستون پریدیم به تابستون. البته اینجا تابستون 112 هم داریم و امروز میگن میشه 90، 88، 90. بنده هم کار میکردم یه جایی خیلی گرم، به قول دوستان جلوی تنور، بعد آمدم یک دوش جنگی گرفتم، گفتم من دیگه امروز اصلا حوصله کت و شلوار و کراوات ندارم. سالها پیش من اومدم آمریکا. خب ما که از ایران میایم خیلی تیتیش مامانی مرتب، یک کمی هنوز اون دایی جان ناپلئون تو وجودمونه، دستمال چی میگن این شال گردنی زیر دست زیر پیرن و اینها. من البته همیشه بدم میمد از این شال گردنی های سیلک زیر پیرهن، ولی آمدم اینجا. داداش من اون موقع استاد دانشگاه بود، اینجا درس میداد و بعد آخر هفته همیشه خب با کت شلوار کراوات صبح بلند شو برو با اتوبوس، بعد اتوبوس برو مترو، بعد مترو برو سر کار، بعد برگرد بیا کاراته تمرین کن، بعد برگرد باز دوباره مترو، دوباره اتوبوس بیا خونه. این ویکندا که میشد، آخر هفته که میشد، خیلی راحت لباس میپوشید، یک کت بزرگی مینداخت رو دوشش، بعد زیرش مثلا همون تیشرتی که تو خونه بود اینا. ما یه دفعه بهش گفتیم آقا این چه وضعیه، شما دکتر این مملکت هستی، چرا چیز نمی کنی؟ دوش جوانت نمی کنه پیر مرد؟ اتفاقا چرا؟ خیلی تأثیر داره آقای شاهین فاتحی عزیز. شما وقتی هم بدنت هم مثلا درد میکنه و اینا، دوش میگیری اون استیم یا بخار و اینها حتی داخل بدن رو هم تازه میکنه. اذیت نکن، حالا دیگه از این به بعد دوش نمیگیرم، هر کی گفت آقا بو گند میدی میگم تقصیر این شاهین فاتحیه. بذار حرفمو بزنم. یه دوستی داشتیم آقای فریدون، هر جا هست یادش بخیر، اینجا دو تا رستوران داشت و اینها، و اینا دوستای داداشای ما بودن، فریدون فرهاد، دو تا از قدیمیای اینجا. یه دفعه رفته بودیم اونجا تو بار اینا نشسته بودیم اینها، یه دفعه داداش من صدای فریدون زد، گفت فریدون بیا اینجا، تو به این بگو شما که اینجا هر روز کت و شلوار لباس مثلا فرم میپوشی، ویکند دلت میخواد چه لباسی بپوشی؟ اینم مال خوزستانه. گفت خدا وکیلی مدلم بخواد کون پتی برم بیرون. حالا اینم ماجرای امروز، اگه یه وقت دیدید ما پتی شدیم هیچ ناراحت نباشین. سلام خدمت آقای فرهاد زمانیان عزیز، ممنونم که عکسش هم گذاشته. ببین الان چقدر صفحت با شکوهه، هر کی میاد میبینه فرهاد زمانیان، صفحت و عکسش هم میبینه. از این چیزایی که داریم استفاده کنیم. درود با آقای سربی و بینندگان، کامران خانلر. بله ما اینجا یه کامرانی داریم و چقدر خوبه که شما این کامران رو اینجوری می‌نویسین مثل همین کامران اینها، و اینا اون درست تلفظش میکنن. در هر صورت دوستان عزیز اجازه بدیم بریم سراغ برنامه. قبل از هر چیزی از خانم لیلای عزیز تشکر کنم که گلگی کرده، گفته آقا شما زاییده شدی که حرف بزنی. من دو ساعت روز دوشنبه نشستم برنامه‌ت رو نگاه کردم، اصلا نفهمیدم چی گفتی. گفتم همه ماجرا همینه. آمریکایی ها میگن once a teacher always a teacher، یه وقت که یه بار که شما معلم باشی همیشه معلم خواهی بود. دوست عزیز من سالها مجانی صحبت کردم و سالها حرفی که زدیم باید یه جوری حرف میزدیم که شاگرد، دانش آموز، هزار، هنرجو دلش بخواد فردا هم بیاد. این داستان هزار و یک شب، این داستانهای شب ساعت 9 بعد از ظهر. و اکنون شیرین رفت سراغ فرهاد، یه دفعه میگفت دی 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 دین، فردا شب با شما خواهیم بود. در هر صورت با شکوه، چی با شکوهه خانم جیلانی عزیز؟ خانم جیلانی دیروز با آقای سرهنگ فرهومند صحبت میکردم و ایشون چقدر از شما تعریف میکرد، گفتم که بله بنده افتخار داشتم ایشون هم در تلویزیون مردم برنامه داشته باشه، مهمون ما باشه، هم در پاریس ایشون رو ملاقات کردم. و شما اگه دوست داشته باشین من میتونم برنامه هایی که در رادیو کیان ایران اجرا میکنید
اونا رو در تلویزیون مردم هم پخش کنم. اتفاقا امیدوارم که آقای سرهنگ کیومرث فرهومندم به زودی برنامه خودشون رو از این تلویزیون هم پخش کنن. قبلا این کار رو میکردیم. این به اینا پیپر کلیپ میگن، چی میگن؟ چقدر ظریف این یکی، خیلی کوچولو، اصلا با این انگشتای من جور در نمیاد. بله، گرم حرف زدن خودش هنره. خیلی ممنون. حالا نگفتی بنده حرف گرم میزنم یا حرف سرد میزنم؟ یا راست میگی، تو شیراز میگفتن طرف وقتی حرف میزنه دهنش خیلی سرده، اصلا آدم بهش نمیچسبه. در اصل ممنون و متشکرم. و ببینیم که چه باید کرد و کجا رفت. امروز عقل بشر شماره 50 براتون پخش میکنم. این دوستمون زحمت کشیده، از خلیج فارس ارسال کرده و چون فیلم و عکسی نفرستاده، من اون موقع سعی میکنم عکسایی رو که اینجا دارم بهتون نشون بدم و اگرم شما آگهی عکسی چیزی داشته باشید میتونید بفرستید ما هم نشون بدیم. و اما من روز دوشنبه قرار بود که یادی کنم از این انسان شریف، از این مرد بزرگ، دکتر خوب، دکتر خدا دوست، که 40 روز گذشت و مراسم 40ش هم دوستان رفتن. خانم فری شبیری هم عکس گرفته بود و فرستاده بود. چیزی که هست، بعضی وقتا وقتی نمی‌نویسم، خیلی به خودم اطمینان دارم، وقتی نمی‌نویسم برنامه تموم شد می‌بینم آقا اینقدر به خودت اطمینان نکن، قلم کاغذ. در صورت ممنون متشکرم، اونم بهتون نشون میدم. این آدرس ایمیل ما خیلی بزرگه، بذارید یه کمی کوچولوترش کنیم. و بله، حالا کوچکتر شد. خب و اما داشتم راجع به لیلا خانم صحبت کردم. لیلای عزیز، لیلای گرامی، من که بارها به شما گفتم شما بانوان توی ایران، حالا یا اسمش مرد سالاری میذاشتین یا مرد سانسور، هر چیز، خب فرهنگ بعد هرچ سانسور شدید، حقتون خورده شده. بابا جون، خانم، خواهر من، اینجا چرا حق خودتون نمیگیرین؟ چرا برنامه نمیذارین؟ چرا حرف نمیزنین؟ من بارها به خانم مهین زندی، دکتر روانشناس، چه موقعی که کالیفرنیا بود چه موقعی که دوباره برگشته اومده اینجا، میگم که شما بیا یه برنامه بذار. همین خانم دکتر بهیه جیلانی، میگم بیاین مشکلات و مسائل جامعه مخصوصا بانوان بگید. اینجا یه فیلمی هست به نام What Women Want، یعنی این خانم ها چی میخوان. هنرپیشه هم خیلی معروف بود، مشکلم براش پیش اومده بود و اینها، یادم میره این اسامی، فیلمم خب قدیمیه. در صورت بیاین بگید خانم ها شما چی میخواین. این مردا یک کمی خنگن، ببخشید من خیلی خنگم، اونای دیگه یک کمی خنگن، باید باهاشون درست صحبت کنید تا بفهمید. به زبان علم الاشاره ما حالیمون نمیشه. نمیدونم، من که دیدی که اون روز اینجوری کردم منظورم این بود که گل بخری، اینجوری کردم منظورم این بود که کارت برام بنویسی، اینجوری کردم منظورم این بود که برام الماس بخری. آقا خانم ما نمیفهمیم. یه ابن نفهم اگر میفهمید که خدا شما رو نمیآفرید که کمکمون کنید. در هر صورت اینم از این. بله حتما، خیلی کار خوبیه پخش مصاحبه ها. چشم، من با آقای فرهومند تماس میگیرم. قبلا ایشون لطف کرده بود به من اون کلید بایگانی رو داده بود. وقتی به یکی دیگه میگیم کلید بایگانی، این روزا کلیدا دیجیتال دیگه، به شما میگن بایگانی ما این هست، شما بیا پسورد همون کلید بزن و اسم رمز، اسم شب، اسم ورود بزن و تایپ کن و بگیر و برو. این کارو میکردم برای برنامه‌های خودشون و حتما این کارو میکنم برای برنامه‌های شما. من خبر نداشتم شما اونجا به صورت دائم برنامه دارید. و اما ترامپ، 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 آخ جون. دوستان، هنوز کسی بین شما ایرانی‌ها هست که ترامپ رو قبول داشته باشه؟ این بیچاره دکترش، اون دکتره بود مثل هیپیا بود، مثل دیوونه ها بود، یه نامه برداشته بود نوشته بود که این سالم ترین آدمیه که میره توی کاخ سفید. همون موقع اونایی که میدونستن این ترامپ شالاتانه گفتن این نامه رو دکتر ننوشته، امکان نداره یه دکتر اینجوری بنویسه.
و این رو ترامپ نوشته داده به اون، گفته امضا کن و اون بیچاره هم امضا کرد. حالا ریختن بعد دو سه روز بعد این دکتره آمد گفت که آخه آقای سانجای گوپتا تو یک میتینگی به اون دکتر بعدی که گند اونم بالا اومد. حالا ببینید این چه مرتی که مزخرف ام المرض هست که هر جا میره دکترها رو هم خراب میکنه. دکتر اولی که تو نیویورک خراب کرد بماند، گذشت و رفت، آمد رئیس جمهور شد. کسی که مرض قلبی داشته، قلبش رو جراحی کردن، حالا نمیدونیم چند تا تلمبه و فلان تو فلانش کار گذاشتن، این آقا نوشت این سالم ترین، یعنی از آقای اوباما هم که 40 و چند سالش بود هر روز صبح بسکتبال بازی میکرد، این سالم ترینیه که تا حالا اومده. بله اینا فلج هم داشتن، روزولت اگه اشتباه نکنم فلج بوده یا آیزنهاور، یکیشون نداره دیگه هر کی. در هر صورت معلوم شده که همچین که اون قدیمی گفت که این آقا یه قرصی استفاده میکنه برای بیزه هاش، این مرد نیست خیلی، یه قرصی هم استفاده میکنه برای موهاش و این موها رو اینجوری میبره با چسب باد میزنه میره بالا میاد پایین مثل کاپوت ماشین، این کچله، کچل درسته، بله کچل مریضیه، تاس، بنده دارم تاس میشم، خیلی هم افتخار میکنم. این چون کچله تو ایران میگفتن زفتی، یه مرضی بود، دوا میزدن، یکی چسب میزد، یکی فلان میکرد، یکی کلاگیس میذاش سرش، یکی کلا میذاش سرش، بماند. این آمد اینو گفت، این شارلاتان فرستاده دو سه تا گردن کلفت این شعبون بیمخ و اینا تو دفتر این، عکس ها رو بردار، نامه ها رو بردار، نمیدونم فلان، و پرونده رو بده. طرف گفته آقا جون من دکتر اینم برای 25 سال تا 30 سال اینجوری نیست که وقتی یکی پرونده میخواد به ما خبر میده دکتر بعدی، ما کپی میگیریم میذاریم، یک کپی هم برای ایشون میفرستیم میره. حالا چون این رئیس جمهور ما آدم های بدبخت آمریکایی شده، با پست نمیفرستن، با ماشین مخصوص میفرستن یا یکی میاد میگیره، ولی اینجوری نیست که رید کردن، یعنی میریزن تو خونه آدم مثلا شما قاچاقچی هستی. خلاصه این دکتره یه قدم هم بالاتر رفت، گفت اینجوری که اینا اومدن ریختن اینجا انگار که بهش تجاوز شده و خیلی ناراحت بود. حالا این شما داشته باش، این زنیکهی که واقعا دختر یا آدم مذهبی پدرسوخته شالاتان، خود پدرش حاکبی بود، چکیپوز همهشون اینجوریه، چشاشون نمیدونم یکی زد تو سرشون. خلاصه این حالا اومده سمت دروغگویی، یعنی همون سخنگوی شالاتان رو به عهده گرفته. اولا هر چی ازش میپرسن میگه من نمیدونم، برید از وکیلش بپرسید، برید از این بپرسید. خب تو چه آشغالی هستی، یه تابلو بزنن I don't know، تو برو سالی نمیدونم 200,000 دلار پول نگی، 100,000 دلار پول نگی، بمانه. این آمد بهش گفتن آخه این کجای دنیا اینجوریه، شما 44 تا رئیس جمهور تا حالا قبلا داشتی، کجا اینجوری پرونده رو با زور با تهدید رفتن مریضا رو ترسوندن زدن اون و از در پشت رفتن داخل اینا. بعد میگه که This is normal procedure، یعنی این یه چیز معمولی، باورتون میشه؟ خب حالا اینو شما داشته باش، یک بازرس مخصوص، یه وقت فکر نکنید بازرس شاهنشاهی ها، یه بازرسی مخصوص گذاشتن برای که ببینن این چه گندبازی شده اینا قبل از، و الا امکان نداشت بدون گندبازی و نمیدونم چی میگن دسیسه و فلان این آقا رئیس جمهور بشه. هر قدم که مردم آمریکا بی سواد باشن، هر قدم که این وسط گاوبازا، هر قدم که این وسط دیترویت و میشیگان اینا به خاطر از دست دادن صنعت ماشین و اینها ناراحت باشن، ولی این دیگه واقعا توهین به آمریکایی‌ها بود که یه شارلاتانی مثل این بره توی کاخ سفید. حالا دارن بازرسی میکنن، بررسی میکنن ببینن کجا به کجاست، نقل به کجاست. خانومی که توی اون برنامه بوده، هم داماد این هم پسرش، میگه ما اینو آوردیم ببینیم که میتونیم افراد یتیم رو از روسیه بیاریم اینجا. پدر سوخته ها، شما خودتون از یتیم بدترید. پسرش 10 سال با باباش حرف نمیزد برای که مادرش طلاق داده بود، از بس بی ارزه بود،
کم لیاقت و نالایق هست و نتونست جاب بگیره، اومد آویزون شد به این شیاد تا بلکه دستشو بگیره. این یک. حالا اون دامادش که بزرگترین ساختمون ضرر ساختمونی رو اینجا 666 انجام داده، 600 برید بخونی، اشکال شما نخوندنه. برای یه دوستی نوشتم خانم این نتنیاهو الان روزنامه اورشلیم می‌نویسه دولت دنبال اینه، برای اینکه اذهان عمومی رو منحرف کنه میاد آمریکا خبرهای قدیمی رو به عنوان دروغ‌های جدید به شما با. بعد ایشون میگه که اون جرم کریمینال کاری به این نداره. خب آخه این چه حرفیه که شما میزنی که سوربی هم بیاد تو برنامه بگه پس این آخوندام که دزدی میکنن اون جرماشون کاری به در صدر و در امور مملکت بودن نداره. والا بلا من نمیدونم شماها منطقتون از کجا میارین که اینجوری یه دفعه داریم میریم بالا، یه دفعه با سر میان پایین میرین بالا، یکی میگه شاخه به شاخه میپرین. آقای نتنیابو ورداشته یه مش اخبار قدیمی از 1999 تا 2005 رو آورده، دوباره همون شعبده بازی، دوباره همون یه پرچمی بنداز اینجا، عکس بنداز، نگاه کنید چقدر کاغذ دارم ولی فارسیه، شما که نمیفهمی، نگاه کنید چقدر سی دی آوردم ولی فارسیه، شما که نمیفهمی. اتفاقا دیدم آقای دادرس خیلی قشنگ نوشته بود، نوشته بود یه مشتی مدرک آوردن ریختن اینجا با اولاق ولی فارسی، حالا دنبال یکی میگردیم ترجمه کنیم. این آقای دادرس هم گاهی وقتی چیزای قشنگی می‌نویسه. خب این نتنیاهو اومده اینجا که از دست دادگاه اسرائیل فعلا چند سباهی راحت باشه. این ورم رفیقش و همکارش کیه؟ دامن دامر، آقای شارلاتان ترامپ. دیگه کی؟ اون آقای پامپئو مال چیز بود، CIA بود، حالا شده وزیر امور خارجه آمریکا، استیت سکرتری. اوکی، رفته اونجا و رفته اردن و آمده. بعد اینجا ما یه مشتی عقب افتاده شاه اللهی داریم که هر دو روزی دنبال یکی هن. یه بار دنبال مکین هن، مکین بیچاره که الان مریض شده اصلا دیگه ممکنه بمیره، ولی هرس پول نمیگه آقا من نمیتونم دیگه نماینده باشم، سناتور باشم، منو ول کنید یکی دیگه بیاد بمانه. اینم اومده اینجا نشون ترامپ میده، چون 12 این ماه، 12 می، موقعیه که باید رینیوال یا تمدید، تجدید، من میگم همیشه این کلمه تجدید و تمدید نفهمیدم، حتی اجاره نامه و نمیدونم گذرنامه و اینا نفهمیدم کدومش تجدیده کدومش تمدیده. بمانه اینا دوتا دست به یکی کردن به خاطر اینکه اذهان عمومی رو منحرف کنن، فعلا بند کردن به ماجرای ایران. خانم وزیر امور خارجه انگلستان، نخست وزیر فرانسه، اینا که اصلا دشمن شماره یک ایران و آخونده هستن، اینا گفتن بابا اینا تا حالا با چیز رفتار کردن به اصطلاح با اون قانون IAEA International نمیدونم Atomic فلان بسار هرچ IAEA و هیچ خلافی تا الان انجام ندادن. سیمان ریختن تو سوراخشون، سنترفیوژا رو کم کردن، نمیدونم این چیزای اتموشین رو دادن این ور اون ور. البته از یه آدم بنگی مثل این آقای علی ترابی که مجانی زندگی میکنه و مجانی بنگ میکشه میگرده، خب اون موقع شما اخبارهای درجه یک لیلا خانم برنامه ایشون نگاه کن که مثل من علکی حرف نزنه. در هر صورت ما لیلا خانم از شما سوال کردیم، گفتیم شما که اینجوری حمله کردی به این آقای احمد علی مسعود انصاری، شما بیا بگو این آقا توی 20 سال گذشته چه دروغی گفته. این بیچاره بخت برگشته آمده به رضا پهلوی گفته آخه آدم تو اگه میخواییم پول کش بیری پول دور تا غریبه رو در بر، برو پول آمریکایی‌ها رو کش برو، چرا پول این بنده خدایی که برای بابات کار کردن برای خودت دارن کار میکنن؟ مایی 3000 دلار، مایی 3000 دلار حقوقشونه، مایی 4000 دلار حقوقشونه، یکیش نمیدونم افسر بوده، یکیش گروبان بابات بوده، اینا چرا حقوق اینا رو بالا میکشی؟ این شده بدوی بدان عالم و یه ادم میگن آقا بله این پولهای آقا. خب بیان زندگیش نگاه کنی، اگه پول داشت که رضا پهلوی میرفت دنبالش گارنیش میکرد میگرفتش. رضا پهلوی
مثل این مورچه خور هست، دماغشو میکنه تو زمین دنبال مورچه میگرده. بهش بگو پول الان رفته ژاپن، قولتون میدم اونجا میخوان دو شب بهش مجانی شام بدن و یه پولی هم بهش بدن. در هر صورت اینجوری نیست لیلا خان، سیاست به این سادگی نیست. چون من و شما آدمای ساده ای هستیم، آدمای خوشقلبی هستیم، فکر میکنیم که این پدر سوخته ها هم از رضا پهلوی گرفته، از ترامپ گرفته، از نتنیاهو گرفته، از پامپی گرفته، اینا هم مثل من و شما هستن. نیستن عزیز برادر، عزیز خواهر، نیستن. نیاین اینجوری بگین. ما داریم سر یه بحث دیگه صحبت میکنیم، میگیم بابا اینها این مجله روزنامه اورشلیم رو شما نگاه کن، جرزلام نگه میگه این دنبالشن، چندین جرم کرده هم خودش هم پسرش. بعد میگن خب جرم قانونی چیکار این کار داره؟ میگن خب دیگه اگه شما اینجوری میگید برید به هر جایی که میخواین صحبت کنید. خب اینم از این. بفرما راجع به داداشمون صحبت کردیم. این همین داداش منی که بهتون گفتم 32 سال پیش رفتیم پهلو فریدون، گفت فریدون تو که هر روز لباس میپوشی ویکندا چجوری دوست داری بری بیرون؟ گفت ولک ما دوست دارم با کون پتی برم بیرون. این داداشمون. و اما عکسی دارم از آقای نصرت الله امینی. آقای نصرت الله امینی وکیل، اگه اشتباه نکنم وکیل آقای دکتر مصدق بوده، و یکی از افتخارات من اینه که سالها پیش وقتی اینجا میخواستن یه بزرگداشتی برای آقای دکتر مصدق داشته باشن و همچنین از آقای نصرت الله امینی هم قدردانی کنن که در رکاب ایشون بوده، بنده توی اون سالن MC بودم. MC بهش اینجا میگن Master of Ceremony، تو ایران میگن مجری برنامه. یعنی یه کاغذ به شما میدن میگن سوربی ساعت 8 شب برنامه شروع میشه، حالا یا با سرود ای ایران یا با اذان الله اکبر نمیدونم فلان، ساعت 8:05 دعوت کن از فلانی بیاد به مردم تبریک بگه. و من این افتخار رو داشتم که توی این جلسه باشم. خب چون من مجری بودم، اینا فیلم برداری رو این تیمور لنگ، سعید بهوانی معتاد انجام میداد. بعد که فیلم گرفته بود اینا گفته بودن خب فیلمو بده، گفته بود باید پول بدین. ببینید این چقدر پدر سوخته است. اون روز آقای سرهنگ فرهومند میگه این توی سوئد هم کلا سر مردم گذاشته و در رفته و چجوری اونجا شده مجری تلویزیون، صاحب تلویزیون. گفتم آه اول از صاحب تلویزیون، این روزا من این تلفن میگیرم دستم اینجوری میکنم روشن میکنم مینسم تلویزیون من و تو. بعدم طرف میگه آقا این از کجا پول آورده؟ این دکوراسیون، حالا من امروز دکور پشت سرم به خاطر فرخ که راجع به شیراز یه ویدیوی گذاشته شما رو بردم تو شیراز و یزد و اینجاها. اینا خونه ها یادتونه سه دری میگفتن، پنج دری میگفتن. خونه ها اون موقع نقل 3 متری و 5 متری و 12 متری نبوده، بر اساس پنجره هاش میگفتن مثلا برو تو اتاق 3 دری نمیدونم شیرینی برد و بیا، برو تو اتاق 5 دری بزرگ و کوچیک. خونه عمه من یک شیشه کاری خیلی قشنگی داشت، خدا بیامرزتش، گویا یکی آمده بود گولش زده بود اونا رو برده بود براش ساختمون ساخته بود. و احتمال زیاد حتما این دوستان کلیمی بودن. دوستان کلیمی یه مدت راه افتادن تو شیراز، میمدن تو خونه های شما پارچه میفروختن، بعد نگاه میکرد میگو که این آفتابه چیه؟ این آفتابه مسی نمیدونم باکتری و فلان. نه باکتری بلد نبودن. اینو بده من دو تا آفتابه پلاستیک بهت میدم. همینا امروز این ور اونور تو موزه ها این آفتابه های مسی، این زیر خاکی ها نمیدونم تو توالتی ها اینا شده عتیقه و چیزای به اصطلاح پر قیمت. و اما ترامپ و 49 پرسش، این بازرسی مخصوص یکی از محاسنش اینه که تا امروز یک دونه خبر رو لیک نکرده، یعنی نشون داده که اینا کارشون درسته. خب تا رسید پریروز آمدن وکلای این شارلاتان رو جمع کردن و گفتن بشینید اونجا ما میخوایم این بیاد این سوالا رو ما ازش بپرسیم. حالا ببینید اونا چقدر پدر سوخته هستن، ولی چون همه اونا نوکر حلقه به گوش ترامپ هستن، ترامپ خراب میکنه به طوری که گندش بالا میاد. اینا نشستن نوشتن سوال یک این، سوال دو این، اینا نداشتن چیزی ها، همین جوری گفتن، اونا نوشتن، وکلای ترامپ نوشتن، شده 49 تا. اینجا چون آمریکا عقب افتاده است هنوز اینا به
دو جین یادتونه تو ایران میگفتن، اینجا میگن دزن، 12 تا. خیلی چیزا هم دیدین، 12 امام، 12 مرد خبیث، 12 تا حامی تلویزیون، هر چی که بگین. در صورت اینا میگه more than 4 dozen، یعنی بیشتر از 4 تا دو جین. 4 تا دو جین میشه 48 تا، بیشتر از 48 تا میشه 49 تا. خب یکی بگه پدر سوخته، به جای اینکه بگی more than 4 dozen بگو 49 تا، جونت بالا میاد، خب نداره دیگه. 49 تا سوال کرده. حالا ببین این حرومزاده شالاتان چه کار کرده. این اومده این سوالا رو فرستاده از یه طریقی به نیویورک تایم که حالا بگه این بازرسی مخصوص سوالایی رو که میخواد از من بپرسه منتشر کرده و من سوالا رو جواب نمیدم. اونام یه قدم از این جلوتر گفتن اگر مثل آدم نیا اینا رو جواب بدی سپینا احضاریه میشه. وقتی میخوای یک شاهدی رو، یک کسی رو ببری دادگاه، تو ایران بهش میگفتن احضاریه، یعنی بهش میگن بیا فلان روز اینجا حاضر باش. تا اونجایی که من میدونم، اگه معنی دیگه ای داره مجید خوشنودی اینجاست، دوستان دیگه اینجا هستن، به من بگن. سپیناش میکنن، گفتن اگر نیای مثل بچه آدم بشینی اینجا 4-5 ساعت جواب بدی و بگی به ما چه گندبازی در آوردی، چه کار کردی تو روسیه که ایجوری شدی نوکر حلقه به گوش ترامپ و هرچی بار میذاره رو تو صدا در نمیاد. البته تا این خانمه آمد گفت که من هم وکیلم هم این فرمر، جاسوس نمیشه یادتون باشه، این فرمر خبرچین میشه بگیم. بله در هر صورت تا اینو گفت آقای ترامپ گفت که این پوتین از بس من بهش اذیت کردم حالا داره اون به من اذیت میکنه. برو مردی که خجالت بکش، تو که هر چی اینا گفتن صدا در نمیاد، هی فقط توییت زدی از تو توالت نو کلوژن نمیدونم فلان، بمانه گندش بالا میاد. آقای چمنارای عزیز، خیلی خوشحالم که شما اینجا هستی دوست گرامی. اون خبری که پخش کرده بودی درست نبود و من براتون توی توییتر نوشتم، امیدوارم که عوضش کنی. الان باور کن اصلا یادم نمیاد خبر چی بود، ولی خبر همین ترامپ شالاتان یه عکسی داره با اون هنرپیشه‌ای که دیوانه از قفس پرید، الان هم آلزایمر گرفته، جک نیکلسون، هنرپیشه بسیار خوبیه. یه عکسی دارن اینا، یه جایی نشستن دارن مشروب میخورن، اینها ملت ایران این عکس رو برداشتن. این عکس ترامپ یک سال قبل از انقلاب. حالا ببینید وقتی یه چیزی میخواد دروغ باشه، خودشون دروغ هاره که میگن. نوشتن ترامپ در 38 سالگی یک سال قبل از انقلاب، یعنی اگه اینجوری باشه ترامپ در انقلاب 39 سالش بوده، الان هم 40 سال گذشته میشه 79 سال. نمیخوره آقا، این 71 سالشه. البته میدونید که دکترش گفت این انقدر جینش خوبه تا 200 سال زندگی میکنه. بعد معلوم شده که اونم خود همین ترامپ گفته، چون هیچ دکتری نمیگه نتیجه آزمایشات شما همش مثبت بود. توی نامه دکترا همه چی مثبت بود، یعنی شما هر کوفت و مرضی داشتی. گفتیم آقا این سرطان داره، گفتن بله، جواب مثبت بود. گفتیم آقا این کرم داره، گفتن بله، جواب مثبت بود. میگن جواب نگتیو بود. شما روزی که قدرت رو در میارن، حالا یا از پایین یا از بالا میدن آزمایشگاه، کشت میکنن، روش کار میکنن، بعد 3 روز بهت زنگ میزنن میگن گود نیوز، جواب منفی بود. چون میپرسن این قده سرطانیه، میگن نه. ولی چون ترامپ هم احمقه هم بی سواده، درست مثل شاه، و پوش میده به دیگران، زور میگه به دیگران، به اونا گفته بنویسید جواب همه چی مثبت بوده. اون بدبختان ورداشتن نوشتن، اصلا دکتره میگه آقا من تو مطب بودم، این گفته من با خانمم پایین تو ماشینم. گفتم خب باید از اینا بنویسم. البته ببخشید، این دکترام اگر یک کرمی مرضی نداشتن، آقا تو دکتری، قسم نامه اون قسم افلاطونه، سقراطه، ارسطوه، کیه میخورن؟ قسم خوردی مردک؟ این آقا قلبش فلانه، بعد میای میگی که این سالمترین رئیس جمهوری که ما تا حالا داشتیم، یا این یکی دیگه عرق خوره که بهش میگن کندی من.
عرق میخوره نمیفهمه کجاست، میره در اتاق زنا زن میزنه. یه بار اوباما مریض بوده، البته ببینید چه کثافت بازیه، نه اوباما صداش در اومد نه جورج بوش اولی صداش در اومد، همین دکتر زن نخست وزیر اینجا یا معاون ریاست جمهور، هر وقت میگم نخست وزیر یادم به این همشهریمون آقای میدون شاهی میفته که میگه آقای سوربی تو آمریکا شما نخست وزیر نداری، معاون دارین مثل ناظم و مدیر، مثلا مدیر مدرسه ناظم مدرسه، اون رئیس جمهور، این معاونش هست. زن این دکترش آمده به وایت هاوس گفته آقا این دکتره کارش خرابه، حالا دیروز داره صداش در آوردن. حالا من و شما چقدر بدبخت، چقدر عقب افتاده باشیم که به خاطر دشمنی با آخوندا از این ور جنازه رضا شاه میاد بیرون. آقا رضا شاه روحت شاه، خاک بر سر ملتی که دنبال یک جنازه میگرده که این بیاد بشه رهبرش بعد از 40 سال، 57 سال پادشاهی، بعد از 97 سال. رضا شاه برای 100 سال پیش خوب بوده، بعد میگن آقا تو میدونه نمیدونم آزادی. بذارید یه سوالی ازتون بکنم، من شیرازیم، تهرونم خیلی بلد نیستم، ولی یادمه روزایی که امجدی، اون موقع هنوز این میدون چیز فوتبالتون درست نشده بود 100,000 نفری، اوکی، امجدی وقتی بازی داشت میگفتن خانوما تو این خیابون روزولت و سینما دیاموند اینا نمیان، یه مش لات و لوت، حالا چه پرسپولیس برنده بشه چه تاج برنده بشه، مزاحم مردم میشن. اینو شما ول کن، 40 سال اینا اومدن جلو. آخه کسی که شعار میده شیر سماور تو چون داور، شما میخواین این بره براتون بگه روحت شاد، بعد اون رضا جنازه هم بیاد شما رو آزاد کنه؟ ای احمقا، ای خاک بر سر. وقت لیلا میگی شما چیزی نمیگی، خب اگه بخوام بگم باید فوش بدم. از اون برم اون دوستمون از خلیج فارس مینسه چقدر خوب برنامه اجرا کردی، چقدر با اون خانم کی بود قشنگ صحبت کردی، خب نمیذارن. اگه قشنگ صحبت میکنی این دوستمون میگه صدا نیست. آقا من میشه صدا نباشه، دوستان دیگه اگه ما صدا نبود که بفرما. چرا مجید خیلی جالبه، فرشید آها این شیرازیه، آقا اصلا بیان بگین تلویزیون شیراز دست از سرمون بردارن دیگران، اینم شیرازیه. و جالبه وقتی یه کسی یه اشکالی تو کار کامپیوتر خودش هست، به جایی که زنگ بزنه به خواهرش برادرش بگه کاگو جون شما نگاه کن ببین این صدا میده، فوری میشه سوربی صدا نیست. آقا صدا هست، نکن همچین. همه دارن میخندن، بفرما فرشید جان صدا هست. نوکر حلبق گوش پوتین نه ترامپ، فرقی نداره، اینا سگ زرد برادر شغاله. بعد ببخشید تو آمریکا میگن they are the same shit different smell، فقط بو گندشون فرق میکنه و الا همشون یکیه. خب یه ویدیویی دارم، من این ویدیو رو بهتون نشون میدم یک کمی مود برنامه عوض بشه، امیدواریم این دوستان شاه اللهی هم یک کمی فهم و شعورشون بالا بره. ضمناً من قول داده بودم ساعت 2:30 با آقای شهرام ایران بومی، دکتر شهرام ایران بومی، یه مصاحبه کوتاهی داشته باشم. اون روز برنامه‌شو به شما نشون دادم که فردا گویا ایشون یک جلسه ای داره، ولی ایشون گفت که یک کار دیگه ای هم هست، میخوام تو تلویزیون راجع بهش صحبت کنم. بذارید ببینم من میتونم ایشون رو پیدا کنم، شهرام ایران بومی. بله اگر تماس برقرار بشه یه چند دقیقه با ایشون باشیم، ببینیم که من تو این فاصله هم عکس. بله ببینید آقای خوشنودی میگه صدا هست، خب این از این. بله بذار به اینم بگم که sorry I'm on air live TV I will call you after 4 o'clock. okay yeah. آقای ایران بومی میگه user not online، البته ایشون به من گفت من تا 1 ساعت دیگه هستم و بعدم میرم. منم گفتم خب به همین خاطر من با شما ساعت 2:30 به وقت نیویورک که میشه 8:30 به وقت فرانکفورت با تون تماس میگیرم، ولی متاسفانه نیستن. و اگر لطف کنید دوستان، نه آقای شهرام ایران بومی از اون طرف با ما تماس بگیرید، از اون ور آبها من یه بار دیگه تماس میگیرم، بعد ببینیم که
وصل میشه یا نه. البته ایشون هر وقت من تماس میگیرم میخنده، میگه تو اینجا دوربین گذاشتی، من هر وقت تو قطارم تو به من تماس میگیری. میگه که نخه، call no answer، و ولش میکنیم. سومی رو میذاریم شما تماس بگیری که بگیم تا سه نشه بازی نشه. پس ما منتظرت هستیم آقای ایران بومی، هر وقت خواستی زنگ بزن. ساعت سه هم برنامه این دوستمون رو پخش میکنیم، عقل بشر شماره 50. بهشون تبریک میگم. دو تا برنامه دیگه میشه یک سال ایشون داره برنامه درست میکنه و میفرسه با امکانات خیلی کم، ولی من خیلی زیاد از ایشون ممنونم. امروز دوم ماه می، 12 اردیبهشت، و دیروز اول ماه می 11 اردیبهشت روز کارگر بود و ما هم مثل همیشه داشتیم کار میکردیم. شما چه کار میکردیم؟ آخه خیلی ها فقط معده‌شون کار میکنه، ولی بعضیا کار میکنه. خب ببینیم که چه باید بگیم تا دوستان از راه برسن. I said Michael and email thanks. اوکی. یکی به من گفته بود بیا یک کاری انجام بده، گفتم که من اون روز نیستم ولی دوست من هست. دوستان کارا رو به هم دیگه به اصطلاح رجوع بدین. اینها تلفن شما. خب متاسفانه این تلفن، بذار من اینجوری برات شماره از اینوری بزنم ببینم با این تلفن تماس بگیریم. بنده خدا آقای ایران بومی میخواد با تلفن تماس بگیره، ببینیم میشه با تلفن دستیمون این برنامه رو اجرا کنیم. شماره رو من به ایشون دادم، حالا اگه زنگ زدن با تلفن دستی میریم روی ایر. به قول معروف، به قول آقای پرویز کاردان، گفت سور بی رو آنتنی؟ گفتم بله، اینجا میگیم رو هوا رو ایر. گفت نه، تو ایران میگفتیم رو آنتن، بعد خودمون مسخره میکردیم میگفتیم ما همه کلاغ هستیم، یه عدمون کلاغ سیاه هستیم، یه عدمون نمیدونم کبوترهای فلان. میریم اینجا. بله دوستان عزیز، فکر کنم آقای شهرام ایران بومی هستم. بفرمایید. بله خوب و خوش باشه. بله بله ممنونم از شما. من با اسکایپ همون که به شما گفتن، من تا چند دقیقه پیش دفتر بودم و همین اومدم بیرون و از این لحاظ نشدش که دیگه هیچ مسئله نیست. هیچ مسئله نیست. این روزا های تک باعث شده ما از چند طریق بتونیم با هم صحبت کنیم و من در اختیار شما هستم. اون روز هم اون برنامه رو نشون دادیم، گفتیم شما هم اگه یه وقتی ویدیو بگیری ما این ویدیوهای شما رو اینجا نشون میدیم و امیدواریم که یه کمکی باشه به جامعه. و بگید ببینیم که اوضاع و احوال چیه و ما رو یه مقداری در جریان خبرها، مخصوصا که این در رابطه با خانواده است. سمینار حقوقی به مناسبت روز جهانی خانواده، چگونه قاضی میتواند با اشکهای خیس زنها و اشکهای خشک مردها حکم صادر نماید. دکتر ایران بومی، وکیل دادگستری و پژوهشگر اجتماعی، برنامه ای دارن فرانکفورت. من فکر میکردم سوم می هست، این 15 می هست. بفرمایید. سوم می برای مربوط به آزادی مطبوعاته. آها اوکی. خب بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. والا من کجا فقط بخوام در رابطه با مشکل خانواده مطرح کنم، چون تقریبا 15 روز بنامری خانواده هستش و توجه داشته باشین ما یک مریضی در اجتماع داریم که شما امروز در برنامه‌تون بیان کردیم، اونم زندرم بیگانگی والدینه. بیگانگی والدین در جامعه مدرن خیلی دیده میشه که بچه ها بی اعتنایی و بی تربیتی نسبت به پدر و یا مادر میکنن و این خودش یکی از مسائلی هستش که قراره که در این سخنرانی با این گفتمان بررسی بشه. حالا برای چی بچه ها بیگانه شدن؟ از کجا میاد بیگانگی؟ شما اگه لازم بدونی من نمیتونم کجا توضیح بدم. حالا منظورتون از بچه ها چه سنی هست؟ از 9 سالگی تا 99 سالگیه یا فقط بچه ها؟ چون اینجا تا 18 ساله رو میگن بچه ها، بعدش دیگه میگن ادالت یا بزرگ سال. منظور شما از بچه ها چه سالی هست؟ چه سنی؟ شما دعوا رو راه انداختید. ما کلمه بچه اگه بخوایم بررسی بکنیم، اگه حقوقی بخوایم بررسی کنیم، میتونیم اول اصلا کلمه بچه کنارش هم میتونیم بگیم فرزند، میتونیم هم بگیم کودک،
هر کدوم اینا به زبون بعد افغانی کلمه بچه هستن، به پسر گفته میشه، به دختر گفته نمیشه، اونا فرزند و یا اولاد میگن. این خود واژه‌اش اصلا باید وارد بررسی بشیم که در واقع منظور چیه. اما کلمه‌ای که من به کار میبرم منظورم از فرزنده، نه بچه. کلمه بچه دوباره اینجا معنی متفاوتی شاید داشته باشه، بلکه فرزنده و فرزندانی هستش که معمولا سنشون زیر 17 سال 16 سال هستش و معمولا تحت حمایت یکی از والدین در منظر اون زندگی میکنن. بله خب من ساکت میشم، شما بفرمایید. ازم بوده شما مسئلهی که ما الان در شما داریم و به علت روز جهانی خانواده اینه که آیا اینجوری که در مسجد، در کلیسا، در کنیسا و در همه جا مذهبیان اعلام میکنن که خانواده معبد مقدسه، آیا هنوز این خانواده معبد مقدس هست؟ آیا در این معبد مقدس اون اخلاق و اون افکاری که قراره که یگانگی رو به وجود بیاره برای رشد نبوم بچه ها هنوز وجود داره؟ این خانواده که ما امروز در نقش سنتی میشنویم، آیا پدر هنوز همون تنها نونآور خانه است؟ آیا مادر هنوز فقط همون کتبانه خونه است؟ آیا والدین هر دوشون مسئول بچه هستن و هر دوشون با هم دیگه بچه رو بزرگ میکنن، یا اینکه اغلب الان یا پدر یا مادر در منزل نیستش و بچه به تنهایی، فرزند به تنهایی با مسائل اجتماعی باید بزرگ بشه؟ تو این خانواده کی مسئول مسائل روحی و روانی بچه هاست؟ در دنیای مدرنیته ما الان میبینیم که مردم با خریدن یک بلیت از یک فرهنگ سنتی وارد یک فرهنگ مدرن میشن. شما خودتون در کشورهای اروپایی وقتی میبینید در از 4 ساعت و نیم شما میتونید از تهران به هواپیما بیاین در شهر فرانکفورت. چه اتفاقی میفته در اینجا وقتی یک خانواده در مهاجرته؟ رابطه خویشاوندی کمرنگتر میشه، پیوندهای اجتماعی کمرنگتر میشه، گروه های اجتماعی یا نابود میشه یا سیاسی میشن و انسان دیگه هیچ گروهی نداره که بهش تعلق داشته باشه. دوستی ها دوستی های مالی میشه و کمتر انسان ها به هم دیگه رابطه اون عاطفی در گذشته دارن. و در اینجا علمای ادیان، حالا من اسم همه ادیان رو نمیخوام بیارم ولی اغلب علمای ادیان هم بگیم، نه همشون، در 4 سوی کشور به جای اینکه سمبل پاکی، خوبی، تقدس باشن، مظهر نفاق، نفرت، ننگ، بی‌عدالتی، کشتن شدن. حالا در این دنیا در کنار اینا، در کنار اینا رهبران سیاسی و احزاب هم اضافه میشن. شما خودتون در برنامه‌تون چندین بار توضیح داده بودین که این افرادی که سیاسیون هستن به قول اون روانشناس، جامعه‌شناس معروف که میگه اینها قدرت زر و زور رو نگه میدارن و میخوان با نگه داشتن قدرت دیگران رو نابود کنن. آیا اینها میخوان سمبل اجتماع باشن و برای ما قانون بذارن؟ اونایی که از عرش قانون آوردن که نتونستن به ما راهنمایی کنن، اونایی هم که رو فرش قانون گذاشتن یعنی در مجلس، اونا هم باعث ویرانی این معبد مقدس خانواده شدن. حالا این معبد مقدس که باز هم کلمه واژه مذهبی به کار برده میشه، امروز در رابطه با جامعه مثلا فارسی زبانی که در خارج از کشوره چگونه تغییر کرده؟ اختلافات پدر و مادر چجوری ما در دادگاه باید جلوی دادگاه موقعی که یک پدر و یا مادر میخوان حضانت بچه رو داشته باشن، چجوری ما باید اینو بیایم جوری بدیم جلوی که قاضی بتونه تصمیمشو بگیره؟ ما در اینجا بحثایی داریم در رابطه با رابطه پدر و مادر و تأثیرش روی فرزندان که اینو ما حالا در این سمیناری که داریم میخوایم باز کنیم که چه معنایی داره وقتی که بچه حرف زدن با پدر و یا مادر رو به عنوان یک اسلحه به کار میبره، وقتی بی احترامی رو در اجتماع، در گروهی که پدر یا مادر مثلا خانواده یا مهمونی هستن رو به عنوان یک اسلحه به کار میبره، وقتی که فرزند احساس بد نسبت به پدر مادر رو بیان میکنه و تضعیف روحی به وجود میاره، چرا اینا به وجود اومده؟ ما میام اینو بررسی میکنیم که این احساس بیگانگی چجوری به وجود اومده. خیلی وقتا توجیهی که ما میخوایم به قاضی بدیم خودش کافی نیست. چرا؟ دادگاه خودش که نمیدونه که واقعا چه اتفاقی در این خانواده افتاده و فقدان احساس بین اشخاصی که در این خانواده هستن چجوری ما میتونیم تو دادگاه ثابت کنیم که کی راست
شخص میگه کی دروغ میگه. وقتتون رو بیشتر نمیگیرم چون این ابتدای آغازی هست که ما میخواهیم شروع بکنیم. بسیار ممنون آقای ایران بومی. من بارها از شما خواستم که اگر از این برنامه ها میتونید یک ویدیویی تهیه کنید، ولی شما چون پرفکشنیست هستین دوست دارید هر چیزی درست میشه عالی باشه، به همین خاطر اگر ویدیویی ضبط میکنن کیفیت خوبی نداره به من میگین اونو پخش نکن. ای کاش که با همین تلفن‌های دستی حتی یک سپایه چیزی ولی نزدیکتون باشه که صدا حداقل خوب باشه، اونا رو ضبط کنید برای ما بفرستید، برای دوستانی که در آلمان نیستن، در فرانکفورت نیستن، میبینم که شما برنامه‌های مختلفی میذارید، اونا هم بتونن استفاده کنن و احتمالاً از این راهنمایی‌های شما در این سمینارها این کانون خانواده‌ها رو بلکه بشه نگه داشت و اینجوری از هم پاشیده نشن. باز هم ممنونم از شما و شما که شما فرمودین سعی می‌کنم به دوستانی که در اینجا برنامه گذار هستم، من خودم برنامه گذار نیستم، بنده خودم در اینجا همیشه به عنوان کسی که سخنران هستم تا یه حدی محدودیت تکنیکی دارم و از این اهلیت اونها که با تکنیک رابطه زیادی جامعه ما نداره خود شما بهتر می‌شناسین و چون سالون نسبتاً بزرگ و بعد دستگاهی متعدد و مختلفی باشه صدا خوب ضبط نمی‌شه. من چندین بارم برای شما فرستاده بودیم ولی همونجوری که خودتون یادتون هست صدا چون باید شفاف باشه برای دستگاهی که شما می‌خواید استفاده کنین این مشکل اجازه تن مدادین تا ان شاء الله شما استودیوتون رو به مرکز اروپا تشریف بیارین و وقتی که در فرانکفورت بیاین استودیو بزنین دیگه این مشکل خیلی ممنون، امیدوارم امسال بتونیم این کار رو انجام بدیم. در صورت ممنونم از اینکه به تلویزیون مردم لطف دارید و گهگاهی با ما تماس میگیرید، امیدوارم تماسهای شما بیشتر و بیشتر بشه. به امید دیدارتون در برنامه فردا که به خاطر فریدم آف پرس هست نه؟ روز اگرم فردا یکی از مهمترین بحث‌های اجتماعی هستش که در اونجا خوشبختانه با اسمشی تعداد زیادی هم کردن بحث خواهد بودش که چرا همین که شما میدونین در آمریکا بحث خیلی زیاده که فیک نیوز هستش، مطبوعات دیگه کسی بهش اعتماد نداره، چرا این بی‌اعتمادی رو دارن الان مصنوعی یا واقعی میسازن و افرادی که در خبرنگاری یا کار میکنن، همونجوری که ما میدونیم چند روز پیش یکی از خبرنگاران خیلی معروف ایران بازداشتش کردن در هنگامی که در تهران بودش و ایشون یک خبری در رابطه با تجاوز به دختران افغانی چاپ کرده بودش، این خبرنگار رو میبرن به مشهد و فقط برای اینکه واقعیت تلخی که در جامعه ما هستش رو این بیان کرده بود به شدت محاکمه شد و بدون اینکه حتی اجازه داشته باشه وکیل داشته باشه مشکلات خیلی زیادی براش درست کردن. چرا یک قلم به اندازه یک تظاهرات میتونه تاثیرگذار باشه وقتی که در مطبوعات باشه؟ چرا مطبوعات آزاد پایه پیشرفت یک جامعه هستش؟ این گوتنبرگ در آلمان اگه شما تاریخش رو بدونین باعث پیشرفت فرهنگ اروپا، اگه فرهنگ حقوق بشر و برابری و این چیزی که اروپایی‌ها بدون داشتن نفت و اورانیوم به دست آوردن شاید به علت همین مطبوعات آزادشون بود. و چرا ما باید اینو نه به عنوان یک پدیده ی حقوق بشری که از اروپا میاد بلکه برای خود ما هم میتونه یک وسیله باشه که با سرعت همونجوری که شما کانال آزاد مطبوعاتی دارین باید دفاع از حق افرادی کردش که این آزادی بیان رو داشته باشن و چجوری ما باید آزادی بیان رو با توهین کردن فاصله بذاریم و آزادی بیان چرا باید مطبوعات باشه و چرا باید دولت ها فاصله بگیرن با کنترل آزادی بیان مطبوعات. بسیار ممنون و با وجود افرادی مثل شما که حاضرن این ریسک رو انجام بدن، چون من دیدم اون کیسایی رو که شما قبول میکنید و میرید انجام میدید اونجا خیلی هم ساده نیست، با وجودی که آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی در دادگاه هست هنوز افراد تندروی هستن که حتی در آلمان مزاحمتای ایجاد میکنن و من از شما به نوبه خودم ممنونم که با مقاومت و ایستادگی تحمل میکنید و حق این افراد ضعیف رو میگیرید. خیلی ممنون، بازم با امید دیدارتون و اینکه در برنامه‌های آینده داشته باشید. بسیار ممنون، روز و شب خوبی داشته باشید. خیلی ممنون. دوستان عزیز با آقای دکتر شهرام ایران بومی بودیم. اجازه بدید من این تلفن رو بذارم اینجا و سمینار حقوقی دارن روز 15 ماه می و فردا هم
یک برنامه ای دارن، اجازه بدیم من اینو بهتون نشون بدم. روی فیسبوک خودشون اگر مراجعه کنید بهتر میتونید خبرها رو ببینید. خیلی قشنگ ترتیب به اصطلاح این پست گذاشتن و اینها رو رعایت میکنن و به اصطلاح با دوستان از این طریق در تماس هستن، ضمن این که وبسایت دارن. و الان میبینید همین عکسی رو که ما اینجا به عنوان پوستر یا فلایر نشون دادیم، همین عکس اینجا هست و روی فیسبوکشون، فیسبوکشون هم همین شهرام ایران بومی، و وقتی میان پایین برنامه های دیگه هم هست. این یکی هست که مال سوم ماه می هست، این فردا شب هست، اونجا ساعت 7:30 شب. توی آلمان میدونید که هنوز ساعت رو مثل ارتش می نویسن، 24 ساعته می نویسن، که به نظر من درسترم هست. این یک. دومی که تشکر میکنم از آقای همایون مبصری که میگه مؤسسه تحلیلی کمبریج که اطلاعات فردی کاربران فیسبوک را دزدید و خبرهای جعلی به نفع کارزار انتخاباتی ترامپ را با استفاده از این اطلاعات ترویج داد، بنابر گزارش وال استریت جورنال تعطیل شد. خب اون بیچاره ها را انداختن جلو اتوبوس فعلا که خودشون جون سالم به در ببرن. ممنونم از خانم فتیه که سلام میکنن، منم به شما سلام میکنم. یه دوستی هم ما اینجا داشتیم، همسرش اسمش فتیه بود، نمیدونم شما همون خانم هستید یا دوست جدیدی هستید یا بله. میگه که آقای زمانیان میگه دلار رفته بالا، کار تعطیل بشه بهتره. یه عکسی از این فرانکلین، بنجامین فرانکلین روی دلار 100 دلاری کشیدن که اینجوری زده تو سر خودش که چقدر دلار رفته بالا. گفتم این باید برعکس باشه، ارزشش رفته بالا و باید خوشحال باشه. البته یه چی بهتون بگم، وقتی دلار میره بالا آمریکا خیلی خوشحال نیست، چون اون موقع شما میتونی بری چیزای خارجی بخری بیاری. یادمه تو آلمان سال 1984 که دلار یه دلار میدادن 3 مارک و 20 سه مارک 2 مارک و 80 میگرفتن، همه از اینجا پول میفرستادن اونجا مرسدس بنز میخریدن. طرف 10,000 دلار میفرستاد 30,000 مارک مرسدس بنز میخرید، میومد اینجا یه مالیات یا چیزی میداد، میفروختش 50,000 دلار، نه میفروختش نمیدونم چند هزار دلار، کلی سود میبرد. بمانه دلار وقتی که ارزون میشه به نفع آمریکا هست. آمریکا اون وقت کسی که تو آمریکا هست چیزای آمریکایی میخره، دیگه نمیره با دلارش تویوتا بخره، میره با دلارش شورولت میخره. البته اینا خیلی پیچیده است، من بلد نیستم، همینقدر بلدم. ساعت 2:54 هست و من ساعت 3 بعد از ظهر شما رو میبرم خلیج فارس و ببینیم این دوست بشر، این دوست عزیزمون توی عقل من و شما که امیدوارم بشر باشیم، نگاه میکنه درباره عقل بشر چی میگه. 49 تا برنامه رو تا حالا پشت سر گذاشتیم، این 50مش هست. ماجرای نتانیاهو و خبر قدیمی رو دوباره به عنوان یه دروغ جدید آوردن. شما حالا یکم باشید، 2-3 روز بگذره، اون وقت میبینید حتی آدمای مال CIA، نه این پامپئی که نوکر حلقه به گوش ترامپه، اونایی که واقعا دلشون به حال مردم آمریکا میسوزه و این مملکت رو دوست دارن، اونا اومدن گفتن این نتانیاهو دروغ میگه، این نتانیاهو شیاده. ولی من که زورم به دوستم نمیرسه، دوست من میگه آقا شما کاری نداشته باش که این تو دادگاه مشکله. مثل این میمونه که شما بگی من یه بیبی سیتر میخوام دختر 12 سالم رو بدم دستش برم سینما، حالا سینما نه، برم دادگاه. بعد من بگم بده دست این آقا، شما بگی بابا این آقا به دخترها تجاوز کرده. میگم خانم اون مسئله دادگاهه، شما چه کار اون داری؟ فعلا این حاضره بده دستش. ببینید چقدر احمقانه ما حرف میزنیم وقتی که تعصب داریم. خود منم استاد تعصبم. منطق الفرار، صدامونو بالا میبریم، فحاشی میکنیم برای که منطق نداریم. چون شما اگه منطق داشته باشی لازم نیست داد بزنی،
الان که حرف منطق اومد برای که تظاهر کنم منطق دارم صدا اومد پایین. میگن میدونید چرا عاشقا به هم دیگه این چی میگن وقتی خیلی یواش صحبت میکنه این چی میگن؟ زمزمه نه. در صورت چرا اینقدر یواش صحبت میکنن؟ میگه برای که دلاشون به هم نزدیکه، اصلا احتیاجی نیست حرف بزنن، حرف هم دیگر رو با دلشون میفهمن، میشنفن، میشنون. بعد میگه میدونی اونایی که دعواشون میشه چرا اینقدر داد میزنن؟ برای که اینقدر از هم دورن، با وجودی که جلو هم وایسادن باید داد بزنن، بازم هم دیگر رو نمیفهمن. در هر صورت من نتیجه گرفتم به این دوستان بگم در این قسمت حق با شماست، در تمام قسمت‌های دیگه هم let's agree on disagree، اجازه بدید موافقت کنیم که من و شما با هم توافق نداریم. خانم شما ماشین مشکی دوست داری چون شیکه، من تنبلم ماشین سفید دوست دارم چون احتیاج به شستن نداره. لازم نیست شما به من بگی ماشین مشکی خوبه، لازم نیست من به شما بگم ماشین سفید خوبه. شما ماشین مشکی رانندگی کن، مبارکت باشه، فقط یادت باشه شبا چراغ روشن کن. ماشینای من دیدم اینا که ماشینشون تیره هست، مثل که میخوان برق مصرف کنن، چراغم روشن نمیکنن. وقت اونایی که ماشینشون رنگ روشن داره، حالا یا مدلش بالاتره همیشه چراغش روشنه یا روشن میکنن. اینجا تو آمریکا یه قانونی هست میگه وایپر آن، یعنی برف پاک کنت روشن باشه، باید چراغ ماشینت هم روشن باشه. ولی متاسفانه بعضیا اصلا میاد رنگ آسفالت ماشین رنگ نکمدادیه، نه رنگ سیلور دارک ها، یا رنگ سیاه، نمیدونم چی بگم. یه دفعه میبینی یه ماشین اومد، حالا دیگه چشای ما هم ضعیف شده اب نده. خب دوستان عزیز، ساعت 2:57 دقیقه است. بذارید یه مطلب دیگرم براتون بگم که آقای پتیک فرستادن، ممنونم ازشون. بعد میایم سراغ، بذارید همین الان یه نفر پول فرستاده ازش تشکر کنم. بله یه نفر 20 دلار همین الان فرستاده. آهان خیلی ممنون، همون کسی هست که روی فیسبوک هم هست. آقا من به نوبه خودم از شما ممنون و متشکرم. باور کنید من این 20 دلارا رو یا آبجو میخورم یا این برور تیپ میدم. همین امروز رفتم یه بستنی بخورم، گرم بود حسابی، رفتم یه بستنی بخورم، آقای مال روس بود، این ماشین حسابای جدیدم میزنه، میگه 3 دلار، بعد میچرخونت به طرف خودت، میگه حالا میخوای 1 دلار تیپ بدی، 2 دلار تیپ بدی یا 3 دلار تیپ بدی. ما هم گفتیم دیگه بابا 3 دلار رو 3 دلار خیلی ظلمه، 1 دلار تیپ، تیپ بدی، تیپ بدین، تیپ خوبه. این آقای اسلام شمس گفت بدین تا اونجایی که میتونین، دادن خوبه. بعد گفت بابا منظور من رأی دادنه. البته من به این نتیجه رسیدم که رأی دادنم خوب نیست. در اصل ممنونم، این پیپال خیلی سیستم خوبیه. الان این دوست ما 20 دلار فرستاده، از آمریکا هم هست، ممنون متشکر. آقا آریزونا نشستی چه کار؟ آریزونا میگن از گرما یه مدت دیگه از بین میره. البته کالیفرنیا میگن از زلزله از بین میره، هوایی هم میگن از آتش فشان از بین میره. من هوایی رفتم دیدم اصلا از آب بخار بلند میشه، بعضی جاها پاتو میذاری روی این سنگا هنوز داغه. خدا میدونه چند سال پیش اینا ذوب شده اومده بیرون ولی داغه. در صورت دیروز راجع به آریزونا شنیدم که گرمای امسال خیلی ناهنجاره و تا چند سال دیگه آریزونا جای زندگی نیست. البته یه چیز طبیعیه، شما همین صحرای عربستان اینا رو نگاه کنی، اینا اقیانوس بوده. این شنی که میبینید امروز میره، اینا یه سنگ گندهی بودن مثل ما، یه روزی بعد حالا کوچولو شدن و عوض میشه، دنیا کلن عوض میشه. یه جای اقیانوس خشکی میشه، یه جای خشکی بوده آب میاد و چه باید کرد و من بلد نیستم. اونایی که از اوضاع چیز خبر دارن، به اصطلاح زمین شناسی و اینها، بیان. من این برنامه عقل بشر رو از طرف این دوستمون به شما تقدیم میکنم و این که صحبت میکنه من پیام شما رو میذارم که وقت نکردم هنوز تلفنش رو عوض کنم. و اما نایس فیسبوک کاور، بله براتون یه چند تا عکس میذارم، بریم با هم ببینیم بشنویم. فعلا آها میخواستم اون ویدیو رو بذارم براتون، یادم میره اینقدر اینجا نوشتم هم باز تو مغزم. گوش بدیم، گوش بدیم. سلام بر شما،
آرزوی تقدیم کننده این گفتارها اندیشه گرایی شما بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون مردم است. طی گفتارهای عقل بشر با اشاره به دینها کمی از حقیقتهای ناگفته را روشن ساختم. جهت پی بردن به حقیقت این اصول انبار شده در بیشعوری ها که موجب گرایش و تصمیم و آنگاه حکم صادر کردن عقل می گردند، این مسائل مطرح شده. شاید شنوندگان و بینندگانی علاقه داشته باشند عقیده دینی تهیه کننده این گفتارها را بدانند. با شرحیدن عقیده هم شما را با یک مغز خارج از توان صاحبش آشنا می کنم. اگر امروز و در این قرن و در نتیجه پیشرفت دانش و تکنولوژی چنین سخنانی درباره دینها به میان آمد، بد بودن دین هنگام پیدایشش در گذشته مورد انتقاد نیست. به علت دیگر اندیشی صاحبانش دینها به معرفت انسان و دانشش افزودند. اندیشمندی و دیگر اندیشی ارائه کنندگانش موجب پیشرفت علمی ما شده است. به سخن دیگر، همه ایده ها خوب و بد، تغییر اندیشه و دگرگونی انسان و افزایش تجربه هایش را فراهم ساختند. در اثر پیشرفت عمومی و صنعتی شدن، اندیشیدن انسان و موقعیت هایش تغییر کردند. سخنی را که امروز میگوییم، مسئله ای را که اکنون درست و صحیح میدانیم، بر اساس فعالیت مغزی گذشتگان حاصل شده. ما هم به نقش خود رأی اضافی و دیگر بهتر شده از نظیر سابقش و مناسب زمانمان ساخته و تحویل نسل‌های آینده می‌دهیم. برداشت‌های ما که در زمان خود درستش دانسته‌ایم مناسب حال آیندگان نخواهد بود. اگر در زمان تقدیم مانند بقیه نوین‌ها مورد قبول واقع نشد، این آینده است که اندیشه و یا روشنگرایی ما را تحلیل و مورد سنجش و قبول و یا رد قرار خواهد داد. اندیشمندان گذشته همه عوامل پیشرفت و تغییر و بهتر و یادگر شدن ما بودند. نمیتوانیم معیارهای مغز امروز را با گذشته سنجیده و مقایسه کنیم و بعد بگوییم آن نیاکان نافهم یا این طور و آن طور بودند. اگر چنین باشد، فرزندان ما هم میتوانند ما را نافهم بخوانند. فراموش کنند آنچه آنان را به سطح این قضاوت و یا نتیجه گیری رسانده همین فهم و دانش پدران و مادران بوده. همه چیز انسان و در انسان به تدریج تغییر کرده و می کند و خواهد کرد. برای مثال، ابو بکر رازی و ابو علی سینا در دانش پزشکی در زمان خیش و قرنها پس از آن بهترین معتبر بوده و عالی به حساب می آمدن. امروز دانششان مورد استفاده نیست، لکن آنان دانش پزشکی امروز را پایه نهاده و گنجینه علمی بزرگی بر آن اضافه کردند. هیچ نیروی بازماندن انسان و منع تغییرش را نتواند. با این شرح مختصر، اگر به حتمی بودن پیشرفت و تغییر انسان موافق هستید، در ادامه می باید اعتراف کرد که پایه‌هایش را گذشتگان ریخته و ساختند. ایده امروز برای امروز نیک است و نظریه های فردا متعلق به شرایط و اوضاع خودش است. بر همین اساس اندیشه های دیروز مربوط به همان زمان است. در دنیای امروز باید آن را اثری از گذشته و ارثی از نیاکان دانست. چرا دین ها و عقیده ها تغییر ناپذیر شده اند و هر سخن و انتقاد نسبت به آن را حرام و مخالف قانون الهی می دانند؟ ملاها بر سر منبر گفتار امام علی را بزرگ جلوه داده و بر مردم می تکرانند. حضرت فرمودند رب و اولادکم لزمان غیر زمانکم، یعنی فرزندانتون را برای زمانی دیگر از زمان خود پرورش دهید. یک نمونه از تظاهر و ریا گفتاری و خلاف رفتاری شیخ در زیر و پشت منبر و برای ادامه ماندن در منجلاب امروز همه وسائل را به کار می‌گیرند و دیگر و برخلاف این گفتار نقل شده از امام علی رفتار می‌کنند. این وضع انسان و استناد به اصل‌های گذشته هدفش ادامه گری چوپانی است. سیستم و نظامی که از روز اول بر این کره
برنامه ریزی و تا حال اجرا شده همه وسایل را برای ادامه بالا ماندگار نشسته بر قله به کار می گیرد. خود را جاویدان و برتر از دیگر آفریدگان می تصورد. به خود صفتهایی می دهد که دور از واقعیت و حقیقت هستند. برای حفظ قدرت، آسایش، ادامه این احساس درونی و میل حکمران بهترین وسیلهش بره کردن مردم است. فرعون نخست خدا را خدا معرفی کرد و مورد پرستش قرار داد پیامبران و در اثر پیشرفت دانش فرعون را از این مقام پایین کشیدند. مردم را سوی خداپرستی بردند. این تغییر برای فرعون و اطرافیان چوپان صفتش خوشایند نبود. همه پیامبران بدون استثناء آزار شدند. پیامبر اسلام از این وضع دور نبود. به مدت 11 سال در مکه توسط خیشان و افراد قبیله آزار و اذیت و تهدید به قتل شد. عدم قبول ایده های نو و اعتراض خشن با دیگر اندیشان در اجتماع انسان تاریخی قدیمی دارد و تکراری است. پیامبران دیگر اندیش بودند و از مردم زمان خود رنج ها کشیدند. تا کنون کسی نمیتواند برنامه ای طرح و اجرا کند که موافق خواستهای شخص اول و معیارها و فرهنگ عموم نباشد. اغلب زندانیان سیاسی در دورانهای شاهان و شیخها دیگر اندیش بودند و هستند. از منویات شخص اول پیروی نکرده و از را نپذیرفته و به گله نپیوستند. فرعون نخست که ایمان به احساسات و آزها رهنمودش بودند، معیارهای کاش که با گذشت زمان عقل و معتبر و بدون شک و در مراحل بعد وحی دستور و خواست خدا شدند. خود را برتر می‌دانست. این تصور با سخنان اطرافیان چاپلوس در مغزش به درجه ایمان رسیده بود. نمی‌توانست بپذیرد که فرعون مانند دیگر انسان‌ها می‌میرد. این خودبینی به اندازه افزایش یافت که تزریق احساسات برمغز صاحبش را فریب داد و با انکار واقعیت به اوج نادانی و سپس غرور رساند. از این رو افسانه پرواز با قایق در آسمان ها پس از مرگ را تألیف کرد و یا برایش ساختند. فرشتگان جنس یا سکس را در آغاز تاریخ خدا در بهشت و یا آسمان نآفریده بود. فرعون همسر را زنده با خود به زیر خاک می برد تا در آسمان ها با او کیف کند. با اینکه عقل کل بودند و خود را خدا و نزدیک به او و مطلع از دنیا و آخرت و آینده می شناختند و می شناساندند، هرگز اختراع هواپیما و دیگر نوساخته های انسان در پیش بینی هایشان نیامد و روایت هم نشد. اطرافیان با تکرار مسائل خارق العاده و اغراق از توانهای فرعون او را خدا و مردم را برده ساختند و از اندیشیدن دور کردند. گذشت زمان و تکرار ادعاهایشان چون اصلی درست و غیر قابل انکار در مغزها جا گرفت. تصور پرواز فرعون و زندگیش بعد از مرگ با مبالغه و چرب تر کردن افسانه آسمان را به بهشت جاویدان مبدل ساخت. وسایل اغوا و خوشگذرانی در آن افزایش یافت. با سپری شدن روزها و ماهها و سالها وارثین ملا صفت به این افسانه ها که هیچ مستری برایش معرفی نکرده و نداشتند که معرفی کنند، اینقدر شاخ و برگ دادند که چون یک واقعیت مورد قبول و غیر قابل انکار در مغزها کاشته و در دینها تکرار گشته و به سقط خدایی رسید. همه قبول کردن مرده‌ای که به زیر خاک رفته از آسمان سر در خواهد آورد، هرچند که از جسدش چیزی باقی نمانده باشد. امروز می‌شنویم و می‌خوانیم درباره یک کلمه شخص اول صدها مقاله و سرمقاله در روزنامه‌ها منتشر و هر حرفش را تفسیر و چون گفتاری بی‌مثال و بهترین و صحیح‌ترین و شایسته‌ترین و باخرت‌ترین به مردم می‌خورانند. اطرافیان شاه و شیخ او را خیلی بزرگ می کنند، در حالی که خودشان از بی‌ارزشی و نافهمیش بیشتر از دیگران آگاهند. همیشه توطئه‌گران افراد نزدیک به شخص اول هستند و نه فردی از ناتوانان ملت و دور از دربار، زیرا از حقیقت توان و مغز و بی‌ارزشی شخص اول آگاهند. با مقایسه خود با او این سؤال به مغزشان
از تصور به خیال و سپس ایمان و فعل می رود که چرا من جایش نباشم. خودخواهی در بیشعوری شخص اول توسط اطرافیان کاشته می شود. آغازش بزرگ نمایان ساختن شاه و شیخ است. بزرگ نمایی به اطرافیان سرایت می کند. تراوشات مغزی آنها را سوی خودبینی می برد. برای خود اهمیتی قائل می شوند. همانند ارباب با کاشت معیار بالاتر بودن در عقل خیش از دیگر بندگان گله شده سوء استفاده ها می کنند. ایده همراه بودن با فرعون یا قربانی گشتن برای رهبر از مرحله تصور به ایمان رفت و کلمه شهید ساخته شد و با تکرارش به مغزها باوری عمومی گشت. جوانان مصر قدیم پس از مرگ فرعون در مراسمی باشکوه خودکشی کرده و بنابر باورها در آسمان همراه فرعون می پروازیدند. این معیارها و انتشارش به علت بیدانشی به سادگی بر مردم تحمیل می شد. ممکن است شنونده یا بینندهی بگوید این در گذشته اتفاق می افتاد، اکنون ما عاقل شده ایم، قدرت تشخیص و درک و منطق داریم. بارها تکرار کردم که عقل انسان در دریا سنجش و درک معیارها آزاد نیست، نمی تواند خارج از تربیت، آموزش و معیارهای اجتماعی عمل کند. اجازه این از دوران کنونی مثالی بیاورم تا آنان که خارج بودن عقل از توان صاحبش را تا حال نپذیرفتند شاید تغییر رأی دهند. روز عاشورا مریدان ابا عبدالله حسین غمزنی می کنند. این غمزنی در ایران ساده تر از دیگر جاهای شیعیان است. در ایران بر سر تراشیده غمزن بنا به اختیار چند خط تیغ می کشند. در عراق و مخصوصا کربلا غمزنان شمشیر در دست گرفته و با شدت بر سر میکوبند. تا حال تعدادی مغزشان شکافته و جان باختند. خیلی ها ماها در بیمارستان بستری گشتند. اخیرا این مراسم در عراق با شلیک گلوله در شکم انجام گرفته. با ایمان عمیق به ثواب عزاداری مریدان در اطراف یک عزادار افرادگر حلقه زده و تیر زدن به خودش را میتماشایند. آن را شهادت در راه حسین می دانند که عاقبت به خیری دارد و در بهشت اقامت همیشگی خواهد داشت. اگر به بیمارستان رفت و زنده ماند، عمر خود را برکت به دست آورده از حسین می داند و برای مغز سازندگان باند و سوزن و دوا و عمل جراح و دکترها که تیر را از بدنش خارج کردند ارزشی قائل نیست. به من بیمار نافهم کسی بفهماند میان عقل این شخص و جوانان زمان فرعون در مغز انسان چه تفاوتی را شناسایی می کنید؟ با استناد به تکرارهای تاریخ و تغییر روش انسان در مدتهای کوتاه به علت وسوسه و اغوا و دیگر مسائل بدون کمترین شک و یا تردید و با تأکید کامل می گویم اگر این افراد در زمان امام حسین بودند در صف یزید و ابن زیاد و شمر قرار داشتند. زیرا درک حقیقت، منطق گرایی، عدالت و درستکاری در توان مغزشان نیست. همانطور که مردم کوفه عمل کردند، برای امام حسین صدها نامه بیعت و دعوت به خلافت فرستادند. پس از خونریزی عاشورا و هنگام ورود خانواده اسیرش به کوفه، در مراسم شادی از پیروزی یزید پسر معاویه خلیفه وقت شادیها کرده و جشن برپا نمودند. عبارت الکوفی لایوفی به زبان عربی که معنیش از کوفی یعنی اهل کوفه وفاداری نکند به صفت فراگیری انسان گرداده شده و نه واقعیت فطرت انسان و ناتوانی در تسلط بر عقلش. دیگر اندیشانی که ادعای پیامبری کردند بیشتر از دیگر همردیفان موفق بودند. در دوران جدید پیامبرانی مانند حضرت باب در مشرق زمین و راجینشی هندی تبار در آمریکا دو نمونه هستند. توانشان در بره کردن انسان نشان و دلیل موفقیتشان است. علی‌رغم تغییر و پیشرفت صنعتی عقل انسان در اختیار خودش نیست. این پیشرفت و دگرگونی ها عقل را در گرو و اختیار صاحبش قرار نمی دهد. در دوران قدیم پیامبران و در دنیای امروز روشنفکران با اندیشه های نوین و دیگر نمودن انسان هدفهایی را برآورده اند. هر کدام بنابر توان و قدرت عقل و امکانات زمان خیش مغز انسان را جنباندند. حضرت محمد بسیار باهوش، نابغه و پیرو فراگیری بود. طی سفرهایش به شام در هر شهری با کشیش‌های مسیحی و رباهای کریمی هم نشین شده و از آنان می‌آموخت. در مکه از ورقه ابن نوفل پسر عموی همسر نخستش فلسفه مسیحیت فرا گرفت.
با بسیار دیگر اندیشی تصمیم گرفت در وضع مردم حجاز تغییری ایجاد کند. او نمیتوانست به جز معرفی کردن خیش چون پیامبر به علت مقتضیات پذیرش عقلیان دوران در شکل و قالبی دیگر ایده اش را مطرح و به عقل مردم بباوراند. در آغاز محرمانه و به آرامی مریدانی پیدا کرد. گرایش تعدادی کم به حضرت محمد علتش تاریخ نیک رفتاری و گفتار نیک و کردار نیک ایشان بود، نه ایده ای که تا آن وقت معیارهایش روش نکرده و به سطح ارائه شدن چون یک روش نرسیده و واضح نبود. همینطور که حلقه یاران مرید گسترش میاد به خود بیشتر مطمئن میشدن. آنگاه که شخصیت متنفذ مکه عمر پسر خطاب به ایشان پیوست، جرأت حضرت محمد به آنجا رسید که دعوت به عقیدهش را علنی کرد، یعنی با پشتیبانی از یک شخصیت که از قبل زور و توانش و در نتیجه ترس از او در عقلها پیریزی شده بود، با پشتگرمی به قدرت اطمینان به خویش یافتند، موفقیت به دنبالش آمد. در آن مرحله این عقیده شکل نگرفته و اصولی نداشت، فقط ایدهش مطرح شده که عقلانه و منطقی تر از عقیده وقت بود. ایمان به عقیده و اصرار در انتشارش، یافتن موافقان و سپس نیرومند و توانا شدن گامی مخاطره آمیز و جسورانه است. کمتر اندیشمندانی برای انتشار عقیده و به هدف رساندن طرح‌هایش این طور عمل و متحمل رنج ها می شوند. اغلب کسانی که امروز نوین و دیگر اندیش هستند، اگر در خفا به سر نبرند یا اسیر نشوند، فرار را برقرار ترجیح داده و در آغوش خارجی و شاید دشمن میلمند. عملا ثابت شده که عموم مردم خواهان فراگیری دیگر اندیشی و در نتیجه تغییر عقیده نیستند، مگر اینکه منفعتی مادی یا معنوی یا هر دو را به دست آورند یا به دیگرگونی مجبور شوند. پس از مهاجرت به مدینه و بالا رفتن شمشیر دلاوران دو قبیله اوس و خزرج و فتح مکه و آنگاه مطیع ساختن قبیله های اطراف، دین اسلام مورد قبول مردم حجاز قرار گرفت. با این حال پس از مرگ پیامبر قبیله ها به دین های بت‌پرستی پیشین بازگشتند، یعنی دین اسلام که در آن زمان عاقلانه تر از بت‌پرستی بود، نتوانست با منطق و دلیل به عقل ها رخنه و کجگرایی و ناشایستی‌هایش را محو کند. میبایست نیروی شمشیر و ترس از مجازات این هدف را به عقل‌ها می‌قبولان. این واقعیت از عقل و اعتراضش به هر اندیشه دیگر ثابت می‌کند. هر چه سخن بگوییم با لطف و علاقه و اظهار محبت گفتار عقل بشر تقدیم کنیم، در مغز انسان تأثیری نمی‌گذارد، مگر اینکه شرایط تکراری و تجربه شده تاریخ جهت تغییر روش مغز را که زور می باشد در دست داشته و به کار گیریم. دین اسلام و دینهای قبلی همه مراحلی از پیشرفت مغزی انسان بودند که برای زمان خود بسیار عالی و بالاترین شمرده می شدند. این فقط یکی از علل انتشارشان و گرایش مردم زمان به آنها بود، اما ادامه یک عقیده و وابستن به آن و بزرگ داشتنش بدون دادن اعتبار و اهمیت به پیشرفت و تغییر حتمی انسان، یک کمبود عقلی و مغزی است. به آن مبتلا شده و توان فرار هم نداریم. وابستگی به گذشته در جا زدن و عقب افتادن را موجب می شود. خروج از دست و پاگیری های گذشته موجب قبول نوین و تغییر و سپس پیشرفت می شود. هنگامی که اروپا عقیده را در کلیسا قفل کرد، پیشرفتش آغاز گشت. امیدوارم کنجکاوی موجب شود هفته آینده با ما بوده و عقل یک مبتلا به بیماری چه را شناخته و به هدف پرهیز کردن و دوری جستن از این بیماری به عوارضش بیشتر آشنا گردید. شادی و موفقیت همیشگیه یکایی که شما آرزویم است. خب بسیار ممنون از این دوستمون. و نکته جالب که من همیشه تو برنامه ها من میگم، حتما دیدید همین آمریکایی‌ها مثلا وقتی پدرشون فوت شده میخوان یادی ازش بکنن، اینجوری نگاهی بالا میکنن، میگن مطمئنیم که داری پایین رو نگاه میکنی و همه بهشت هستن، همه هم بالا هستن. ایشون میگه که طرف خودشو میکشه، میکنن زیر خاک، بعد منتظره که تو بهشت اون بالا باشه.
ضمناً یه دوستی من دارم که ایشون در رابطه با تماس با درگذشتگان میگن که واقعا میشه صداشون رو شنید، میشه صداشون رو ضبط کرد و اینها. یه ویدیویی برای من فرستادن، یه آقایی یه وسایلی هم ساخته، بعد دیدید حتما یه سری فیلمایی هم هست که میشینن یه جایی روح احضار میکنن و اینها. البته ناگفته نماند که خیلی هم دوز و کلک و سوء استفاده از افراد بوده، افرادی که مخصوصا یکم احساس گناه میکنن، مثلا فکر میکنن اگه شوهرشون فوت شده، زنشون فوت شده، اینا یه مقداری اونجوری که باید و شاید مثلا وظیفه خودشون رو انجام ندادن، بعد میخوان چیز کنن. این دوستمون نوشته این آقای تیرانداز از خلیج فارس. عزیز من، این آقای تیرانداز نیست، آقای تیرانداز، محمد تیرانداز، سالها پیش، اون یه آدم خیلی جوونی، از من جوونتره. این دوست ما 40-50 سال پیش در رادیو تلویزیون ایران بوده و ایشون از من مسنتر هستن. و بگید این دوستمون از خلیج فارس دیگه، اینجوری که میگید این آقای تیرانداز نیست. عزیز من، آقای تیرانداز عکسشو نشون دادیم، مصاحبهش انجام دادیم و اونم احتمالاً سر همین چیزایی که با ما مخالفه از ما قهر کرده یا دیگه عاقل شده تلویزیون نگاه نمی‌کنه. در هر صورت برگردیم به این ماجرای صدای اونهایی رو که رفتن قبل از ما از این دنیا. شما نظرتون چیه؟ و وقتی که این صداها رو گذاشته روی ویدیو اینها، یکی گفته آقا چرا همه اینا به شما انگلیسی حرف میزنن؟ بعد اون میگه که چون من انگلیسی بلدم، اونا میتونن به هر زبانی صحبت کنن، ولی انقدر دانا هستن که با من با انگلیسی صحبت میکنن. من گفتم نه دیگه، این طرف یکم هم تنبله، نمیاد مثلا یکیشو با فرانسوی صحبت کنه، یکیشو با آلمانی صحبت کنه. و این روزا انقدر ساده است، با هزینه کردن چند دلار شما میتونید صداها رو ترجمه کنید، نوشته ها رو که مجانی میتونید ترجمه کنید با گوگل ترنسلیت. و من نمیدونم، من خودم، بذارید فراتون یه شعر بخونم که میدونید من نمیخوام بگم مرید خیام هستم و ایشونم مراد منه، ولی تو اینایی که شعر میگن، من از شعر و شاعری خیلی خوشم نمیاد، فکر کنم آدم های بیکار شعر میگن. بعد وقتی که نمیتونن با زبان خود ما با ما با ارتباط برقرار کنن، میرن بالاتر یه چیزایی میگن که ما نفهمیم کجا به کجاست. ولی ساده ترینش خیام این ارتباط رو برقرار میکنه و بشنوید چی میگه. از جمله رفتگان این راه دراز، باز آمده کیست تا به ما گوید راز؟ پس بر سر این دوراهه آز و نیاز، تا هیچ نمانی که نمی آیی باز. ولی نمیگه چه کار کنیم، چون یکی بر نگشته به ما بگه چه خبره، میگه خود تألف نکن. ولی باز یه جای دیگه میگه که می بخور و خوش باش و اینها، و نه نگران دیروز باش نه نگران فردا. این هم فلسفه بودایی هم هست. در اصل ممنون و متشکرم. این دوستمون آقای ابراهیم داوودی میگه ایشان یک سنی مذهب متعصب است. عزیز من، این اون آقا نیست. و حالا هم تو برنامه گفت که بعضی از دوستان میخوان دین من رو پی ببرن. شما از کجا میگید ایشون سنی مذهبه؟ از کجا میگید؟ کی ایشون گفته من سنی هستم؟ ایشون داره حقیقت رو میگه. میگه آقای محمد 1400 سال پیش تو اون صحرای عربستان سعودی این همه اسلام رو درست کرد و همه جا رو گرفت، نصف دنیا رو گرفت، رفت تا اسپانیا، اومد تا ایران، هر جایی بگی شما ایشون رفته بود. الان شما با این همه وسایل 10 نفر پیشکشه، 5 نفر رو شما برو جمع کن، 5 نفر رو برو جمع کن. این داره اینو میگه. بعدم شیعه محمد رو دوست داره، سنی هم محمد رو دوست داره، تازه ایشون باز میگه که این گفته های حضرت محمد برای اون موقع خوب بوده، به درد الان نمیخوره. در صورت نمیدونم این بر سر دوراهی ما موندیم. بذارید من عکس آقای امینی رو بهتون نشون بدم. آقای نصرت الله امینی یکی از چیزای دیگه که ایشون رو توی تاریخ ما به اصطلاح برجسته میکنه و بزرگش میکنه،
اون ماجرای بعد از انقلاب و دیوونه بازی های خلخالی که هر جا یک چیزی بود میرفت مثل این آیسیس و مثل این طالبان و اینها، طالبان هم این کارو میکنه، منفجر میکنن، خراب میکنن، اینا را افتاده بودن که برن تخت و جمشید رو خراب کنن. و آقای نصرت الله امینی در اون زمان فرماندار وقت شیراز بود که با عده‌ای از مردم مردش جلوی لودر خلخالی وایساد و مانع تخریب تخت جمشید شد. و این عکسی که شما میبینید که با به اصطلاح صندلی چرخدار هستن و اینها، من یه مقداری قبل از این ماجرا و یه دفعه موقعی که روی صندلی بودن ایشون رو دیدم، ولی این عکس عکسی هست که نسبت به این یکی قدیمی تره. اینهایی که این کارا رو انجام دادن، به قول اون شعری که میگه که به اینها نمیشه بگی مردن تموم شد رفت، وقتی که نامشون میمونه برای همیشه، اینا به اصطلاح زنده هایی هستن که فعلا در بین ما نیستن. اینم از این ماجرا. بذارید من یه دونه دیگه تصویر به اینجا اضاف کنم، بعد ببینم که خانم شبیری چی میگن. ضمناً عکسای دکتر خدادوست رو هم که ایشون زحمت کشیدن فرستادن نشون بدم و بهتونم بگم دوستان وقتی میخواین از یک پوستری، از یک نوشته‌ای عکس بگیرین، اگر به قول معروف پورتره هست، یعنی عمودی تلفنتون رو که اینجوری میگیرید، سعی کنید درست گوشه های این با این یکی باشه. اگه اینجوری بگیرید بالاش مثل زوزنقه میشه، اگه اینجوری بگیرید پایینش پهن میشه. سعی کنید درست اون پوستر با این یکی باشه و هرچی تو این میبینین اونم ببینین، برای که دستتون هم کمتر تکون بخوره. اولا یه تاچ که بزنین روی این فوکس میکنه، فوکس هندی ها نه، فوکس میکنه. فوکس یعنی زوم هم میتونید بکنید، ولی با دوربین دیجیتال زوم نکنید، چون بعدا میتونید زوم کنید خیلی قشنگ تره. ولی اگه اول زوم کنید، زوم اینجوری دو تا انگشتتون میذارید بازش میکنید، اینجوری از هم بازش میکنید، همونجور که صفحه بزرگ میشه اون عکس هم میاد نزدیک انگار که دوربینتون زوم شده. ولی بهترین کار اینه، اینجوری یه تاچ که میکنی یه صفحه باز میشه، این هم نور رو تنظیم میکنه، هم خودتون میتونید نور رو بغلش تنظیم کنید، هم وایت بالانس میکنه، هم فوکس میکنه. عکسو بگیرید و بفرستید. ممنونم. آقای تهرانی میگه درود بر سربی عزیز، درود بر شما. آقای کامرانم میخنده، از چی میخنده؟ بعد آقای سم میگه که سربی من آمدم یکم توی تلفن گوش کردم، لطفا برنامه رو از اول اجرا کن. چشم، حتما این کارو میکنم. اتفاقا این سابقه تلویزیونای ایرانی به اینجا هم داشتیم، واقعا شوخی هم طرف نمیکرده، زنگ میزد میگه آقا من الان اومدم، شما تا حالا راجع به چی صحبت کردین، من میخوام نظر بدم. و اصلا میموندی که به یه همچین تماشاچی چی بگم. سعید این چیزها رو برداشته، حاصل 20 سال تلویزیون ایران الان به صورت جوک به خودمون تحویل میده و میگه که با درود به شما، خسته نباشید. خیلی ممنون، خوشحالم که شما هم اینجا هستید. و بذارید من این هم آگهی والنتاین بهتون نشون بدم، هم این دوستانی که محلی رو در رود آیلند دارن و میخوان واگذار کنن، اگر مایل هستید یک بیزینسی رو داشته باشید، دوست دارید با مردم در تماس باشید. والله خیلی همون میدیم 40 سال اینجا هستیم، انگلیسیمون هنوز I am a blackboard، یا خیلی که مهندسی گرفته باشیم هنوز بلد نیستیم، چون فقط نوشتیم و خوندیم و در حد اون مهندسی و جواب دادن بلدیم. من دارم کسایی که اصلا استاد دانشگاه درس میده، ولی شما خارج از اونجا که میای یه راننده تاکسی یه اسپانیش بهتر از اون صحبت میکنه، برای که راننده تاکسی از دانشگاه مردم در خیابون فارغ التحصیل شده، این بنده خدا از دانشگاه تخصصی رشته خودش در مهندسی. بهترین اونیه که هم دانشگاه مردم در خیابون هم دانشگاه تخصصی. در اصل پلیز دو نات فورگت تو سند. چش، اون کار انجام میدم. دو سه تا کار هست باید انجام بدم. یکی آگهی کتاب آقای انصاریه. بذارید من این کتاب رو
بهتون نشون بدم و ببرمتون رو صفحه خود انصاری. بعد یکی دیگه جنیز هوکا لانج، بهتون گفتم که یه دوستی حتی تماس گرفت که آقا من اگر اینجا رو بخرم میتونم ویزا بگیرم برای خودم و دیگران. گفتم اولا یواش برو، تند نرو، اولا شما اینو نمیخری، صاحبش خریده، سالهام هست، داره میده اجاره، شما میای اینجا بهش میگن گود ویل، حالا گود ویل سرقفلی فکر کنم، البته این بنده خدا ها سرقفلی هم نمیخوان اینا. حالا قرار شد من راجع به قیمت و اینا صحبت نکنم، چشم، به حرف سم خندیدم. آها خب دیگه اون میگه تو هم بخند، پس ما رو بذارید کنار دیگه، ایشون از کالیفرنیا میگه، شما هم از آریزونا میخندی، اون وقت میگن معجزه پیغمبرا میکنن که نمیدونم در شرق صدایی بلند میشه در غرب میشنوه. بفرما، تلویزیون مردم کم کم داره ادعای پیغمبری میکنه، یه نفر در کالیفرنیا جوک میگه، آقای کامرون در یه جای دیگه میخنده. و اما میگن به به آقای یزدان خداوند لو که بعضی از شما احوال میپرسید میان اینجا، نمیدونم چه بلایی به سر ایشون آمد، وبسایت و مبسایت و همه چشون مثل که حمله کرده بودن، ولی دوباره برگشتن، امیدوارم به زودی باز هم با ما باشن. دوستان اینو نگاه کنید، من براتون اینو اینجوری بزرگ میکنم که عکس رو ببینید، جینیز هوکا لاونج. بعد برمیگردیم اینجا، میایم این پایین، آدرس ها رو بهتون نشون میدم، نگاه کنید یکم بگردید، نترسید، این ور اون ور، این آدرسشون هست اینجا، الان اینجوری با آبی میبینید 94 ویلیام استریت نیوپورت رود آیلند 02840، شماره تلفنشون این هست 401 اریا کد اون منطقه است 619 3770، میتونید با تلفن دستیشون هم تماس بگیرید. ای کاش که خانم فری شوبری تلفن دستیش هم اینجا اضافه کنه، و وبسایتشون هم هست geniushookah.com، خیلی ساده. و بله من خودم به عنوان کسی که 2 یا 3 بار اونجا بودم، اینجا نوشتم، میدونید آگست 2016 تقریبا 1 سال پیش، الان چند ماه پیش نوشتم که ما اوقات خوبی اونجا داشتیم و دوباره هم میریم. حالا امیدواریم که اون دوست جدیدی هم که میاد اینجا رو میگیره از این دوستان به ما بگی که هر وقت آمدی اینجا بهت چند درصد تخفیف میدم. البته اگر ما از اینجا رفتیم 7 سال 8 سال با اینجا رانندگی هست دیگه، خب واقعا باید حسابی تخفیف بدن تا ما این راه رو بریم. آدرسشون رو من اینجا بزرگ براتون نوشتم، یعنی آدرس نوشته شده اونها رو بزرگ به شما نشون میدم، شماره تلفنشون هم این هست، وبسایتشون هم پیداست. باز هم اگر بیش از این اطلاعاتی خواستی با من تماس بگیرید، ولی ازتون خواهش میکنم به من نگید که نمیدونم چجوریه چی نیست، من اطلاعاتی نمیخوام بدم که خدای نکرده اشکالی داشته باشه، ایرادی داشته باشه، و نه از این طرف نه از اون طرف، خود شما دوستان. حالا براتونم میگم یک ماجرایی بهتون گفتم، یه دوستی رو ما معرفی کردیم که بره برای یه نفر راننده لیموزین بشه، اتفاقا اگه کسی تو این منطقه است و میخواد لیموزین رانندگی کنه، همین دوست مراکشی ما دنبال یه کسی میگرده که راننده لیموزین باشه، و این میگه اگه کسی بیاد 6 روز در هفته کار کنه، هفته 1000 دلار، ماهی 4000 دلار به اصطلاح میتونه ببره خونه. و یه دوستی از پنسیلوانیا تماس گرفته بود، گفت که من این کارو میکنم و اینها، گفتم خب برو با خودش صحبت کن. چقدر خوشحالم که من روزی که این دوتا رو با هم دیدم، گفتن وایسا ما میخوایم صحبت کنیم، گفتم نه من کار دارم باید برم، واقعا هم کار داشتم، رفتم. بعد از 2 هفته اون یکی که از پنسیلوانیا آمده بود به من زنگ زد که سوربی این به من گفته یه اتاقم به من میده اجاره، من پول دادم. گفتم حالا دیدی اون روز من چرا رفتم؟ گفت نه. گفتم برای این رفتم که الان این روزه ها رو برای من نخونی. من انقدر دوستای خوب داشتم، انقدر معاملات مختلف انجام دادن، انقدر این رفته کوسینر اون شده، اون رفته یه ماشین از اون خریده، بعد بهش نگفته که نمیدونم این ماشین ترمزش عوض کردم. تصمیم گرفتم هر کسی میخواد با هر کسی معامله کنه، این شما، این هم این دوست ما،
اون روز گفتم یا علی مدد یا آقای گفت آقا شما، گفتم بابا دیگه اینا تو صحبتمون اومده، حالا ما که مردیم دیگه بچه‌هامون نه علی رو میگن نه حسین رو میگن نه فلان، شما هم خیال کن آزاد شدی، ولی بچه من اصلا دیگه ایران برو نیست و شماها ببخشید اینو میگم افسار رو بستید عقب یابو، سوارم شدید اینجوری میکنید میگید هی همچین که پاتونو میزنید تو شکمش اون میره شما با صورت میخورید زمین. این صحبت کردنای نمیدونم درود ورود و درود خروج و اینا، مشکل شما این نیست، مشکل شما اینه که یه مقداری گم هستیم، نمیدونیم باید چه کار کنیم. بذارید من این آگهی آقای بیژن جعفری رو هم بیارم اینجا و به شما نشون بدم. اسمش هست والنتاین، والنتاین موتورز. صداشو باید ببندم چون این یوتیوب نمیذاره وقتی ما صدا داشته باشیم، میگه که نمیتونی، این صدا کپیه، این موزیک مال یکی دیگه است. اینم از این، باز یکی دیگه زاره زنگ میزنه. Let me call you after 4 o'clock. به به خوش بابا جون من، به خدا دوستان اصلا باید با شما خداحافظی کنم برم. بابا جون بذار بعد از برنامه بهت زنگ میزنه. بابا این نوه دختر من شده 2 سالش، ماشاءالله حالا یه دو تا کلمه و جمله و اینا هم بلد شده بسازه و چقدر واقعا شیرین تر شده و آدم میگم این نوه داشتن هر کی به ما قبلا میگفت ما باورمون نمیشد. اینو آف کن لطفا. اوکی همینجور روشنه، پس من صدا شکم میکنم. بله خلاصه امیدواریم هر کسی بچه‌ای داره نوه‌ای داره سالم و سلامت باشن، شما هم سالم باشید تا بتونید به اصطلاح به اونها خدمت کنید، مثل یک جوان پا پا بهشون بدوید. خرید فروش و معاوضه اتومبیل در خدمت شما هستن، والنتاین اسمشون هم اینجا میبینید. اتفاقا دیدم که یه تعمیرگاه هم چند تا بلاک اونورتر دارن، اگر ماشینتون اینا احتیاج به تعمیرم داشته باشه، اینو دارم از خودم میگم، نمیدونم که اونا کارهای میکانیکی هم انجام میدن یا این تعمیرگاه رو فقط برای خودشون گذاشتن. شماره تلفنشون هست 301 735 75 53. اینم از این. حالا اجازه بدید که من ببرم شما رو سراغ اندیشکده و سعی میکنم که با آقای امیر حسین لادن، این دختر ما این برنامه رو قطع نمیکنه. بله حالا من قطعش کردم از اینجا، بله گذاشته آن را رفته اب ندارم. در هر صورت برای رهایی و نجات مردم چه باید کرد؟ این صحبت چه باید کرد یه تاپیک خیلی مهمی هست، که یه موضوع برنامه خیلی مهمی هست که همه کس جرئت نمیکنن نزدیکش بشن. خیلی خوشحالم که آقای امیرحسین لادن این شهامت و شجاعت رو داره و ایشون کسی هست که دوستان این کتاب رو هم میبینید اینجا، این کتاب رو نوشته و ما اینجا چندین نسخه از این کتاب رو داریم. اگر کسی مایل هست تلویزیون مردم رو حمایت کنه، من برای دوستمون یه نسخه میفرستم. دوستی که امروز 20 دلار در حین برنامه لطف کرد حمایت کرد، یکی 2 دلارشو چیز میگیره، چی بهش میگن پیپل. ولی من بارها براتون گفتم برای من پول مهم نی، برای من این مهمه که شما به من میگی آقا همین که تو میای اینجا من برات یه آبجو میگیرم، حالا آدرس تو برای من بفرست یا آدرست هست اگه اون آدرس درسته من یه نسخه برای شما بفرستم به عنوان چی میگن این یه چیزی میگن اینجا token of our appreciation، یعنی این یک هدیه، البته کتابه خیلی قابل داره ولی هدیه‌ای باشه از طرف ما به تلویزیون به شما. اتفاقا برای یه نفر یه کتاب فرستادم، گفت که من میخوام پولش رو بفرستم. گفتم شما این همه مدت به اصطلاح تلویزیون مردم رو حمایت کردید و حالا یه بارم ما اجازه بدید من عکس آقای امیرحسین لادن را هم به شما نشون بدم. ایشون چندین برنامه در تلویزیون مردم داشتن و امیدوارم این کتاب رو برای افراد تنبل مثل من و سعید که بعضی وقتا تو ماشین کتابا رو گوش میدیم، اینو آدیو بوک یا آدیبل، یعنی آدیو بوک
ایبل، یعنی میتونید بشنوید این کار را انجام بدن. خدا سالاری و درماندگی چجوریه که اینایی که مذهبی هستن میان میگن خدا سالاره، خدا همه کار است، ولی خودشون درمونده هستن و خدا هم کاری برای اینها انجام نمیده. ساعت 3:40 است. من یه ویدیویی رو یه دوستی فرستاده، اینو روزی که گویا تولد حضرت محمد بوده و ایشون میگه که ببین چجوری به هر وسیله سوء استفاده میکنن از مردم. من به شما میگم ای کاش تمام سوء استفاده ها اینجوری بود که دو نفر بلندشن را بیفتن. بالاخره اینا دارن کار میکنن، زحمت میکشن و ای کاش شما نگاهی به این در و کوچه بکن ببین اینا کجا رفتن، از مردم کمک میگیرن. ضمناً حالا اون یکی تنبک دف میزنه، اون یکی هم یه چیزی مثل ویالون میزنه، به نظر میرسه که این تو افغانستانه یا احتمالاً زاهدان اینجا هست و مهم نیست، ولی یه جاییش چون راجع به خدا و محمد و اینا صحبت میکنه این دوستمون اینو فرستاده با هم ببینیم. فکر یه مقداری طولانیه برای برنامه زنده، ولی شاید به اصطلاح مود برنامه یا حال برنامه عوض بشه. بفرمایید. آره همین بود. سلام بر محمد و آل محمد. و شما راه دور نمیخواد برید، قرن 21 در آمریکا بزنید ببینید توی آهنگای اینجا چقدر اسم جیزس هست که اینا هم گیجن. یه وقت میگن جیزس امامه، یه وقت میگن پیغمبره، یه وقت هم دیگه میگن خود خداست، این به نام پسر و پدر و روح القدس. بعضی وقتا قاطی میشه مثل دیزی، بهشون میگن آقا تو میگی لورد، بعد میگی خدا، بعد میگی پسر خدا، بعد میگی جیزس اول نبود خدا بود، بعد حالا قاطی کردی میگی دیگه خدا نیست جیزس هست. اقلا با خودت تکلیفتو معلوم کن. در صورت این از این چند تا لیلا خانم تا حالا موضوع مختلف امروز من تو برنامه گفتم، دلیلی که شما به تازگی ها برنامه های من مورد علاقت نیست اون رگ دشمنی یا تعصبیه که پیش گرفتی و میپری از شاخه به شاخه میپری، میای راجب انصاری صحبت میکنی، من راجب انصاری جواب میدم، شما از این شاخه میپری میری یه شاخه دیگه. در صورت بشین یه برنامه درست کن بیا اینجا. آقای نصرت الله امینی روانش شاد یادش بخیر نشون دادیم و اما ویدیو رو هم نشون دادیم. اون روز ما با یک خانمی که به نظر میمد طرفدار شاه باشه صحبت میکردیم و ایشون میگو خب به شاه چه مربوط، هرچی بدی هست تقصیر دیگرانه، هرچی خوبی هست وقتی قطار میسازن، جاده میسازن، تونل میسازن، اونا به شاه مربوطه. آقای مجید خوشنودی آمده بود یه عکسی گذاشته بود خیلی جالب بود، میگفت این برای اوناییه که میگن شاه که مسئول نبوده که. و ببینید میگه که بعد از دستگیری میرزا رضا کرمانی و هنگام بازجویی از او پرسیدند چرا حضرت ناصرالدین شاه را کشتی، او پاسخ داد سراسر مملکت را فساد و فقر گرفته و همه تقصیر او بود، چرا که سررشته همه چیز در مملکت به او ختم میشد و تمام قوا در شخص او خلاصه و متمرکز بود. گفتن این ربطی به والا حضرت ندارد و اطرافیان او مقصرند، او از خیلی امور ناراست بی اطلاع بود او از خیلی امور نادرست بی اطلاع بود.
پاسخ میرزا شنیدنی و تاریخی است و همیشه در تاریخ ایران درست می نماید و به یادگار خواهد ماند. او پاسخ داد: اگر اطلاع داشت که حقش بود، اگر بی اطلاع بوده وای به حال مملکتی که شاهش از این همه ناراستی، فقر و فساد بی اطلاع باشد، همان بهتر که بمیرد. حالا دوستان طرفدار پادشاهی هم بیان بگن، نمیشه آقا، شما نمیشه بگی شاه خوب بود اطرافیانش بد بودن، خمینی خوب بود اطرافیانش بد بودن. اگر کسی خوب باشه، اولین کاری که میکنه مثل امیر چیز دیگه، خدایا کیه این نخست وزیر ایران که کشتنش در حمام فین عجب دیگه، مغز رفت، همه این مموری شد تلفن. بله مثل اون که بهش گفتن آقا چجوریه شما دوز نداری، گفت خب من دوزی نمی کنم. اونی هم که معاون منه میبینه من دوزی نمی کنم، دوزی نمی کنم. اونی هم که زیر دست معاونان میبینن دوزی نمی کنه، دوزی نمی کنه. ولی وقتی آقای شاه میره با طوفانیان اینجوری، بعد آقای احمد علی مسعود انصاری که یک جوانی بوده بهش میگه که بابا درست نیست شما کمیشن میگیری، شما داری حقوق میگیری به عنوان ناظر خرید. اولا که شما ناظر خرید نیستی، حالا داری فضولی میکنی ناظر خریدی میکنی، حقوق میگیری، حقوقی که 62 میلیون دلارش رضا پهلوی به قول خودش در برنامه گفته، حالا باقیشو که نگفته باز آقای انصاری رو میاریم اینجا. ضمن اگه کسی میخواد برنامه آقای انصاری رو سپورت کنه، حمایت کنه، با من تماس بگیره، دو سه تا برنامه بذاریم بیاد، دو سه تا حرف حسابی بزنه، بلکه گوش این دوستان شاه اللهی باز بشه. درباره گوش باز شدن امروز دو سه تا نامه و چیز داریم. امیر کبیر: خیلی ممنون آقای زمانیان، اون تابلوات هم دیدم که روز کارگر داشتی میساختی، خیلی ممنون سعید، ممنون و متشکرم. خیلی ممنون آقای زرابی از آلمان بسیار زیبا. همین این حسن تلویزیون مردم اینه که این سربی الکی یادشم هست تا دروغ میگه یادم نیست، ببینی اینا خوابن یا بیدار. میدونید معلم ها هیچ وقت نمیگفتن ما اشتباه میکنیم، وقتی بچه میگه آقا شما گفتی دو دوتا هشتا، میگه آفرین، میخواستم ببینم کی خوابه کی بیدار، آفرین به این پسر که بیداره، آفرین به این پسر قدیم. نه زرابی پسر جدیده، قدیمی نیست، ولی اون سم و فرهاد به نظر میرسه همسن من هستن، ماها پسرای قدیم هستیم، جوانای قدیم هستیم. ممنون و متشکرم. با عرض سلام، در مورد خدمات رضا شاه که از دید من شخص هر شخصی که در رأس شغلی قرار گرفته و در مقابل کاری که انجام میدهد از مزایایی چه کم چه زیاد برخوردار است، در آن صورت آن کار را نمیتوان خدمت دانست، بلکه انجام وظیفه، چیز دیگری نمیتواند باشد. حالا این فرد شاه مملکت باشد، وزیر، امیر، کارمند، حتی سپور شهرداری و نظافتچی شهرداری یا نوکر منزل من و شما، چون در مقابل کارش پولی دریافت کرده است، آن کار وظیفه او بوده و او در قبال دستمزد انجام وظیفه کرده. آقای هوشنگ آریان‌پور، والا خدا کاش که بگم شما عمر 200 ساله داشته باشی، چون اینا تو خانواده شون، حالا بگذاریم بنده خدا اون آقای سهراب سپهری و اون آقای مشایخ اینا به اصطلاح سنشون کم بود فوت شدن، ولی خانواده آقای آریان‌پور جینشون خوبه، سنشون میره بالای 90 و اینها. ای کاش شما یه روزی هر روز کلاس بذاری، بلکه این دوستان ما بیان بشینن دو کلمه حرف حساب یاد بگیرن، تفاوت خدمت با وظیفه اینا رو یاد بگیرن. بعدم هر کسی کار خوب میکنه وظیفشه، اونی که کار بد میکنه باید بگیرن به سزای اعمالش برسونن، که امیدوارم سزای اعمال این آقای ترامپ رو هم به زودی شاهد باشی. آقای زرابی میگه احمد علی منصور انصاری خودش فساد مالیش مسعود انصاری، عزیزم احمد علی مسعود انصاری تا عرش رفته و میلیون ها دلار باگیرا کشته، مگر غیر از این است؟ آره عزیز من، آقای کوروش زرابی، شما کتابای ایشون رو خوندی؟ شما مدارکت، شما که آمریکا زندگی کردی میدونی اینا پابلیک اینفورمیشن،
شما مدارک دادگاه رو دیدی که آقا رضا گل بلبل قسم خورده، وقتی قسم خورده 20 تا دروغ گفته. شما این آقایی که میلیون ها دلار بالا کشیده، توی آمریکا یه ضرب المثلی هست میگن follow the money. اگه دیدی امروز سوربی داره جیپ آمریکایی میرونه، فردا یه دفعه رفت لامبرگینی و فراری خرید، شما برو بو کن ببین این پول از کجا اومده. این آقای انصاری که از روزی که من میشناسمش یه تویوتای چند سال کهنه داره، از روزی که من میشناسمش یه خونه قدیمی داره تو این وینا. خب این میلیون ها دلار اگه بالا کشیده باشم آدم احمقیه، چون اصلا استفاده نمیکنه. و شما به من بگو کدوم آدم احمقی میاد میلیون ها دلار بالا بکشه ولی اصلا استفاده نکنه. و شما به من بگو این شاه شما چقدر باهوش استعداد بوده که یه احمقی مثل احمد علی مسعود انصاری رو گذاشته به عنوان مشاورش، این آقای رضا پهلوی اینو گذاشته به عنوان نمیدونم چی میگن اینایی که همه کاراش هست مسئول حساب کتاب. عزیز من نمیخونه بابا جون، اینا کارشون خرابه. اینا از لحاظ پول خسیس بودن این چیزیه که فرای پهلوی هم این اشکالو داره. کسی اینا گدازاده هستن. حالا به آقای رضا شاه هم ما کاری نداریم. رضا شاه هم اگر از یه خانواده‌ای بود که سر سفره‌شون نون و کره و پنیر بود، اینجوری یه دفعه 5000 تا در رو نمی‌کشید بالا. آقا شما به من بگو، شما من بهت بگم بیا تو این خونه پادشاه باش، خب وقت میاد قاشق چنگال میدوزی میذاری تو جیبه. خب اینا قاشق چنگال دوزیدن گذاشتن تو جیبشون، قاشق چنگال هم رفتن به نام خودشون کردن، بعدم به گوه خوردن افتادن قاشق چنگال ها رو پس دادن. این زمین ها رو عزیز من، اون انقلاب سفید هم که سیاه کردن کشاورزی ایران و حلبی آباد و نمیدونم اون خانه های جون. بابا جون اینجوری نیست. شما اشکالت اینه که با خانم ویکتوریا آزاد، با آقای فلانی که تو ماشین دارن رانندگی میکنن صحبت میکنی. یه جایی که بیای یه نفر حرف که میزنی 4 تا جوابت بده که مردم ببینن آقای زرابی به خاطر تبلیغاتی که در کالیفرنیا شده طرف اونجوری فکر میکنه، سوربی داره بهش میگه آقا یه روزی منم مثل شما فکر میکردم، والا بلا یه روزی منم مثل شما فکر میکردم، برای اینا مجانی کار میکردم. برید از اون آقای آیدین توی آلمان بپرسید. بعدن اومدم اینجا دیدم آقا اینا یه مشتی دزد پدر سوخته هستن، از هم دیگه میدزدن. شما نگاه بکنید ماجرای خواهرها و برادرها و اینها، ببین چه خبره. خیلی اوضاع خرابه عزیز دلم. بذار براتون حالا از خدمات آقای رضا شاه بگم، مخصوصا چون شما دیدم با احترام خاصی صحبت میکنی، اب نداره، ولی بذارید خدمات رضا شاه رو من براتون بگم. اولا دوستان که از اعدام زمان آخوندا و اینها خیلی دل خونی دارید، ما تو تهران میدون اعدام داشتیم، الحمدلله تو شیراز نداشتیم، ولی مادر بزرگ من تعریف میکرد، میگفت که اینجا میرغضب داشتیم دست قطع میکرد، آلت تناسلی قطع میکرد، بعد تو لنگ هی راه میرم هی نشون مردم میداد که ببینید اینجوریه. اینا زمان رضا شاه و زمان شاه بوده. خب حالا میدون اعدام و اینا بماند، اینم عکسا بماند، بیاین پایین براتون بخونیم. اجازه بدید براتون بخونیم که چه مملکتی داشتیم، آتاتورک ما چه کار کرده. با توجه به این مهم که در این فضا سازی ممکن است شب افکنی نسبت به اقدامات رضا شاه در بین مردم شود، لذا ضروری است خیلی مختصر و مفید مطالبی راجع به اقدامات او عرضه کنیم تا این سرگرمی سازماندهی شده علاوه بر پرت کردن حواس مردم از مسائل مهم جامعه در ادامه باعث قلب واقعیات تاریخی نشود. قلب همون تحریف و دروغه. اوکی؟ حالا میگه که مستندات زیر تنها گوشه‌ای از خدمات رضا شاه پدر نوین ایران به میهن و ملت ایران است. جدایی رشته کوههای آرارات و بخشیدن آن به ترکیه، کشتار و تبعید بیش از 24 هزار نفر از مردم ایران، توهین به ناموس ایرانی و دستور رفع حجاب. دوستان کشف حجاب غلطه. کشف حجاب، کسی حجاب رو کشف نکرده، اون کسی که باد میمده شن میمده این حجاب رو آورده شده کشف حجاب. رفع حجاب آقای رضا پهلوی رضا شاه کرده. جدایی دهکده توریستی فیروزه در خراسان شمالی،
امضای قرارداد ننگین سعدآباد و جدایی بخش‌های زیادی از عراق، بخشیدن کل اروندرود به عراق که سالها بعد در جنگ تحمیلی تاوانها دادیم، نسل‌کشی در تبریز و ویران کردن آثار باستانی و کتابهای مردم تبریز، موافقت با طرح انگلیسی راه آهن شمال به جنوب برای پیروزی انگلیس در جنگ، در حالی که نیاز اساسی ایران به راه آهن شرق به غرب و احیای جاده ابریشم بود، مخالفت عجیب با طرح ایرانی راه آهن شرق به غرب برای تجارت ایران با سایر کشورها، جدایی مناطق بلاغباشی و جوزر و قوریگل ایران توسط ترکیه در زمان رضا شاه، جدایی روستای سیرو یا سیروه و سرتیک و برخی مراتع متعلق به کردهای جیکانلو ایران توسط ترکیه در زمان رضا شاه، جدایی دشت ناامید در سیستان به مساحت 3000 کیلومتر در سال 1317، جدایی دشت ناامید از ایران، سرچشمه رود هرمنداز سیستان و بلوچستان خارج و سیستان تبدیل به ریگزار شد، اعطای امکانات به باستانشناسی آمریکایی برای کاوش در تخت جمشید و تاراج آثار تخت جمشید توسط این باستانشناسان، چی؟ آرزوی دیرینه انگلیسی، یه چیزی، یه کلمه رفته زیر شماره، من نمیتونم، دیرینه انگلیسی با شعار سازندگی با پول مردم به نفع انگلیسی ها، قصد به 2167 از روستاهای کشور و صدور سند این روستاها به نام خود، قتل عام کسانی که از دادن زمینهایشان به رضا شاه سر باز زدند و نیز کشتن مخالفان خود با آمپول هوا توسط پزشک احمدی معروف، ممنوعیت عزاداری امام حسین علیه السلام در ماه محرم صفر در حالی که قبل از سلطنت در عزاداری ها شرکت و گل عزا بر سر و تن خود میزد. خب لایک فادر لایک سان، پسرش هم از اونجا با کارتر وای میساد عرب مشروب شراب میخور، از اونجا میمد تو مسجد نمیدونم سپهسالار شاه چیه میرفته، بابا خراب بود اوضاع. آقا تو رو خدا این حرف این مردک جاکش آقای زاهدی رو اقلا گوش کن، این دیگه جاکش شاه بوده، دامادشه و جاکشش، میگه آقا خراب بوده. آقا حرف ولیعهد رو قبول دارید شما؟ مگه نمیگید شما دنبال سلطنت ولیعهد هستید؟ ولیعهد میگه اگه اشکال نداشت که اینجوری نمیشد. من نمیفهمم با چه زبونی کم کم باید داد بزنم. خب کشتن شعرا، روشنفکران و ادیبانی همچون فرخی یزدی، میرزاده عشقی، واعظ قزوینی و بسیاری از نویسندگان ایرانی توسط رضا شاه، شهادت روحانیون به نام ایرانی به مانند شهید مدرس به جرم مخالفت با فعالیت‌های ضد انسانی رضا شاه، تبعید نقاش نامی ایران کمال الملک به بیابان‌های نیشابور، قتل عام و مجروح شدن بیش از 1500 نفر از مردم عادی مشهد در مسجد. اینقدر ماشاءالله خدماتش زیاده که سه تا برنامه ما باید بذاریم. بله راستی جناب صوفی، شاولدایا ادعا میکنه اسمهای تمام زندان سیاسی کشته شدن در این تکان وجود دارد، چون تا اسم کسی را میگویی آنها میگویند اسمش را بگو تا چک کنیم. بله شامپاین میخوردن، حالا چه شامپاین، این دیوونه چیز خانم جیلانی این شامپاین نمیخوره، براش آب سیب و اینا میریزن، ولی مهم اینه که نشون میده با اون رسم، یعنی به مردم مملکت خودش حقیقتا دهنکجی کرد. و البته میگن قرار بوده که دوربین بره توی چلچراغ، بره توی لوستر بره اونو نشون بده، دوربین چیا هم یک کمی شیطنت کردن. سالها پیش ما اینجا 14 نفر با این آقای محمد علی ابوقداره و آقای بابک یکتافر و چندین نفر دیگه، آقای اسقر تادی و اینها، برنامه تلویزیونی داشتیم. خانم ها معمولا خیلی زود حسودی میکنن و اینها. یادمه یه بار یکی از این خانم هایی که پشت دوربین بود چنان دوربین رو برد نزدیک اون یکی که معلوم بشه که مثلا این جراحی پلاستیک کرده، چیش رو اینجوری کرده، لبش رو اینجوری کرده، و کلی دعوا و مرافع. حالا اون چیزم، اون دوربین چیم، توی اون موقع که اینا شامپاین میخوردن با هم باید چلچراغ رو نشون میداده، ولی نشون داد که شامپاین خوردن. بله
میگه چرا بعضی ها فکر میکنن که اگر آقای احمدعلی مسعود انصاری مسلمان با ایمانی هست حتما آدم بدی هست. مادر من هم تا همین امروز نماز و روزهش را انجام میده با وجودی که از آخوندها هم بیزاره. اشکال آن خانم این بود که چرا اول صحبتهایش میگه به نام خدا و چند تا آیه از قرآن ذکر میکنه، پس حتما دروغگو یا عقب افتاده است. اینم لیلا خانم پاسخ شما از کالیفرنیا. ببینید آقای احمدعلی مسعود انصاری میگه تا اونا به من حمله نکردن من بایشون حمله نکردم، بهشون گفتم آقا من دیگه شاه اللهی نیستم، من فهمیدم این حکومت مال قرن 19 هم بوده. باز این نادان رضا پهلوی گفته هیچ اشکالی نداره، تو انقدر آدم پاکی هستی که با من باش. وای میسه. بعد میبینه آقا این پول آقای شهبازی رو کشیده بالا، پول دیگران رو کشیده بالا، نمیدونم حالا اون آقای الیاسی و اینا هم بودن یا نه. بعد میگه آخه میمروون تو که خونه 4 میلیونی داری، اون موقع خونه 4 میلیونی خیلی بوده، تو که خونه 4 میلیونی داری زندگی میکنی، خونتو بذار گرو، پول اینا رو بده. تو به اینا گفتی 18% سود وام فلان بیسار اینا، این شرکت های عقب افتاده ای که درست کردی یکی پس از دیگری رفت پایین، که من امروز اگر یک الاغ داشته باشم این افسار این الاغ دست این مردی که نمیدم. و شما میخواین مملکت رو بدین دست اینا. برید ببینید دکتر کاظم رنجبر از فرانسه چی میگه. میگه شما 100 متر زمین ارث بابات مجانی بهت رسیده، میخوای بسازی با 4 تا معمار و بنا صحبت میکنی. او وقت 600 چقدر 480 هزار کیلومتر مربع، 640 هزار کیلومتر مربع، همینجوری میخواین بدین دست یک کسی که یه دونه کار موفق انجام نداده تو این 40 سال. خانم این وکیل فکر کنم خود منو دوستمونم ازش عکس فارغ التحصیلش گرفتیم، چند سالم کار میکرد، بعد گفت من برم کار کنم این مردی که بخوره، اونم نشسته از پای ارث و میراثشون میخوره. بله اینم از این. دوستان عزیز ساعت 4:02 شد ولی من پتیک یه چیزی فرستاده بود میخواستم بخونم، خیلی جالبه. میگه سوربی اون روز تو راجع به این گفتی که آقای آریانپور گفته آقا به ما درس میهن پرستی و وطن پرستی ندادن، به ما هی گفتن شاهنشاه ما جاوید باد، ایران خاکش در و گوهره، ما از همه بیشتر میفهمیم. بعدم چشون باز کردیم دیدیم یه مش آدمای پوفیوز کمتر میفهمیم. آقای ستارم گفته مردم ایران خیلی درو هستن. خب کاکو جون سلام، برنامه را دیدم، در تایید صحبت‌های شما در مورد شاه پرستی به جای وطن پرستی، سرود ژاندارمری رو که سال 1353 44 سال پیش بند میخونده، ایشون جز ژاندارمری بوده، برای ارسال میدارم. تعجب نکن من 3 سال پیش برای تیمسار سرلشکر علی محمد آیراملو پسر عموی مادر شاه همین سرود رو نوشتم، از تعجب نزدیک بود شاخ در بیارم. ایران زمین مهد آریا، پرچمت سر کشد تا به مهر و ما، پاینده باش مظهر صفا، تا ابد شادمان در پناه شاه. همه من و شما کشکیم، آقای شاه اینجا شد پشم. ژاندارمری سرمست و شاد، دلها به سر در پای شاه. چون شاه پرستی ایمان ماست، در سایه شاه ایران بجاست. شما ببینید تو این 4 خط چند بار اسم شاه 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 اومده، خجالت آوره. اگه این آدم بود، اگه این میفهمید، اگه قدرت برش نداشته بود، میگو آقا من اگه خوب باشم احتیاج نیست اینقدر اسم منو ببری، نه که بیاد پاشو بذاره رو صندلی اونای دیگه وقت چایی اینجوری بخوره. کسی که دیپلم هم نگرفته. آقای زرابی برو عزیز من، شما تو اروپا هستی به خرج من، دیپلم ایشون و عکس کتاب اون سالو برای من بفرست، من 1000 یورو به شما میدم. 1000 یورو دیپلم شاه و چه سالی فارغ التحصیل شده از کدوم دبیرستان. دیگه حالا دهنم باز نکنید بگم از کدوم گورستان. نشده آقا، ولی چقدر قبل از اون مدارک هست که فلانی دکتراشو از کجا گرفت، دیپلمشو از کجا گرفت. آقا باباش بی سواد بود، خدا پدرش بیامرزه. این بستونه دیگه. نه لیلا خانم امروز حسابی حرف زدم، بسه یا بازم دشمن برای خودم درست کنم؟ ببینیم خدایا. دوستان عزیز جمعه
این جمعه هم ممکنه 12 ظهر برنامه کانون آوا باشه، ولی به این دوستان گفتم اگر امکان داره یا بذارن دوشنبه یا بذارن یه شنبه یه تغییراتی بهش بدیم، چون بنده دیگه حالا دو تا نوه دارم و برنامه هم تغییر کرده و اینها. بعدم بعد از مدت ها 5 سال الان این دوستان با ما همیشه جمعه هستن ساعت 12 ظهر، یه وقت هم ببریم بذاریم دوشنبه 12 ظهر ببینیم چی میشه و اینها. توی آمریکا دوشنبه ها شب تلویزیونه، دلیلش هم براتون میگم، چون جمعه و شنبه مردم میرن بیرون و مهمونی و پول خرج میکنن، یه شنبه میشینن تو خونه فقط ورزش نگاه میکنن، دوشنبه میشینن تلویزیون نگاه میکنن. حالا ببینیم که دوستانمون از کانون آوا چه تصمیم میگیرن. جمعه بالاخره با شما هستیم، حالا یا ساعت 12 و 2 بعد از ظهر یا یکم دیرتر که ایرانی بودن خودمون رو ثابت کنیم. نمیشه که همیشه سر وقت بیان، خجالت آوره این مرز پرگوهر. آقا مگه شما خارجی هستی سر وقت میاد؟ اگه ایرانی هستی، اگه خونت آریاییه، باید یه نیم ساعتی از این ور دیر بیای. تازه نیم ساعت که دیر شد زنگ بزن بگو ببین من یک کم دیر میام. طرف میگه آقا نیم ساعت دیر هستی، تو یک کم دیر میای. بس دیگه، چقدر بگم از خودمون. دوستان عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا روزی که بهتون بگم به پایان آمد این دفتر، برید آقا دنبال کار زندگیتون. خدا نگهدار، به امید دیدار. مرسی.